دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. جمعه است، 25 اسفند 1396. چند روزی بیشتر به تحویل سال باقی نمونده و امیدوارم سال خوبی باشه. و فکر کنم ما ایرانی ها تنها ملتی هستیم در دنیا که یک ماه قبل از تحویل سال و سال نو به هم تبریک میگیم و تا یک ماه بعدم همینجوری به هم تبریک میگیم. دوستان لطف کردن چیزای زیادی فرستادن اینها که به موقع میخونم و دربارش صحبت میکنم. امروز خیلی گفتنی دارم که اون ماجرای گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم رو باید یه جوری برسیم بهش و انجام بدیم. اولا یه دوستی که چند مدت یه جورای نگران بودم که چی شد این دوست ما به اصطلاح قهر کرده، خدای نکرده ما چیزی گفتیم و اینها، امروز ایمیلی نوشت و ما رو شاد کرد. در این مورد صحبت میکنم. آقای عنایت مطلبی لطف کردن و سال نو رو تبریک گفتن. که میگم بعضی وقتا بعضی آدم ها با یک کارایی که انجام میدن خود به اصطلاح ما رو مدیون میکنن به خودشون، و برای ایشون نوشتم خیلی ممنون که من رو خوشحال کردید با وجودی که به اصطلاح برنامه ندارید اینجا، با وجودی که ممکنه دوستان بهایی کمی دلخور باشن از ما، ولی شما با سال نو رو تبریک گفتین و من هم ممنون و متشکرم. دوستان لطف کنید برنامه ما رو روی فیسبوک با دوستانتون هم در میون بذارید، شیر کنید، به اونام به اصطلاح حق بدید نگاه کنن. اگه شما مخالفین اونها مخالف باشن، اگه موافقید اونها موافق باشن، اگر نه اقلا یه دلیلی پیدا بشه برای اختلاف نظر با شماها. و اما بذارید نوشته ها رو براتون بخونم اول، که ما معمولا این ویدیو ها رو نشون میدیم و اینها، بعد نوشته ها رو یادمون میره یا کم میاریم وقت. جالبه که یه دوستی داریم، لیلا خانم، نمیدونم چند ساله ایشون برنامه من رو دنبال میکنه و اینها، ولی میدونم که دوست قدیمی است و اون روز برای من نوشته بود که برنامه شما خسته کننده بود. دیگه من هم سر کار بودم، حوصله نداشتم از این سوال کنم خب کجای برنامه چی، شما 2 ساعت برنامه رو نگاه کردی؟ بعد گفتم خب بالاخره هر کسی حقش هست که یه برنامه رو نگاه کنه، تا دید جالب نیست بری یه برنامه دیگه ای. ولی من فکر میکردم تا امروز برنامه‌ای رو تحویل به شما دوستان دادم که بعضی وقتا خودتون شکایت میکنید که آقا توی برنامه شما چجوری میتونی در مورد این همه مطالب مختلف صحبت کنی. در هر صورت شما آزادی برنامه من رو نگاه کنی، آزادی برنامه دیگران رو نگاه کنی، ولی یادتون باشه بارها من گفتم، از دوستان خواستم، خواهش کردم که اونها هم بیان، مخصوصا خانم‌ها، برنامه‌ای رو بذارید برای خودتون مصاحبه کنید، حرفایی که به اصطلاح حرفایی رو که مردان نمیتونن از طرف خانم ها بزنن شماها بزنین. و شماها یه مقداری کمکاری کردین، حالا هی میگین تو ایران مرد سالاری بوده، اینجا که دیگه مرد سالاری نیست. در صورت باز هم ممنونم که برنامه رو با همه بورینگ بودن و خسته کننده بودنش نگاه کردید و نظرتون رو گفتید. و اما شروع میکنم از اینجا که یه نفر یک چیزی رو نوشته برای آقای آریانپور فرستاده. آقای آریانپور هم پاسخ داده که بانوی گرامی، تنها یک ایرانی میتواند با این ترفند پولی را که از دست داده است پس بگیرد. کاشکی ما ایرانی ها میتوانستیم کشورمان را به این طریق پس بگیریم، چون آیت الله خمینی با چنین ترفندی مردم را افسون کرد و آن را در اختیار اسلام عزیز قرار داد. ارادتمند آریانپور. حالا این ترفند ما اگه از امروز بخونیم که دیگه ترفندی نخواهد بود و همه یاد میگیرن، ولی خب برای اینکه جمعه هست و جمعه بازار رو یه جوری به اصطلاح با هم خوش باشیم براتون میخونم. میگه که دوستی تعریف میکرد که اشتباهاً مبلغ قابل توجهی پول به وسیله موبایل بانک به حساب شخصی ناشناس واریز کردم. وقتی متوجه شدم که کار از کار گذشته بود و پس گرفتن پول هم تقریبا غیر ممکن، ترفندی به ذهنم رسید. پس پیامی بدین شهر برای اون شخص فرستادم: مبارز عزیز،
شما از طرف گروه بذارید ببینم اینا درسته اینجا جمعه 25 اسفند همچنین جمعه 16 مارچ بله بله مبارز عزیز شما از طرف گروه ابو مصعب یا مصعب زرقاوی شاخه نظامی القاعده در عراق جهت عملیات انتخاب شده اید و این مبلغ به عنوان پیش پرداخت خدمتتان ارسال شد. فردا جهت آموزش شما و همرزمانتان برنامه محرمانه سفر شما به تلمز هم دیرم با ویزای جعلی تدارک خواهیم دید. در صورت موافقت جزئیات برایتان ارسال خواهد شد. در صورتی که به هر علت قادر به ملحق شدن نیستید با اعلام عدم حضور نسبت به برگرداندن مبلغ مربوط به حساب مبدأ اقدام کنید. بعد از ارسال این متن دقایق بعد پولها به حسابم برگردانده شد. احتمالاً از این به بعد اگه همچین اشتباهی بکنید دیگه اون نفر بعدی ترفند شما رو به اصطلاح قبول نمی کنه و پول شما رفته. دوستان عزیز امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 170 آقای حسن ارشاد که بذارید من تصویرش رو بهتون نشون بدم چون نوشته ای که نوشتن و اینها مهمه. اتفاقا برای آقای مطلبی نوشتم که با دوستانتون صحبت کنید اگر میخواین شما هم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من نمیدونم این چه اخلاق زشتیه که مثلا همه سلطنت طلبا میرن یه بر، همه کمونیستا میرن یه بر، همه چپا میرن یه بر، همه مصدقیا میرن یه بر، به جای اینکه بیان توی تلویزیونی که مخالفشون هست صحبت کنن. خب همینه که دیگه بعد از 40 سال اینجا درجا میزنیم، بهایا بعد از 170 سال تعداد آنچنانی در دنیا ندارن و الی آخر. این برنامه آقای ارشاد رو اجازه بدید من اینجا روشن کنم و فقط به شما اولش رو که به اصطلاح تیترش هست و تایتلش هست نشون بدم که ایشون اینجاست. بله نوشته که یک کمی کوچولوترش کنیم، این هم اینجا درست شد، سه این هم خاموش. جلسه 170 تحلیل آموزه‌های بهایی، سوالاتی که باعث طرد سرهنگ ثابت راسخ توسط ایادیان عام گردید، بررسی اسناد سرقت اموال وی توسط ایادی امرالله طراز الله هوشمند و این برنامه را آقای حسن ارشاد از ایران درست میکنند و درباره طرد در دین باید تا حالا 37 جلسه صحبت کردن. شما هم میتونید از هر دین و مرام و مکتب و مذهبی که باشین در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همیشه گفتم یک تماس از شما بقیه کارها از ما. و اما ویدیوی آقای افشین عبداللهی رو تا امروز براتون چندین بار هر روز نشون دادیم، امیدواریم که مورد استفاده قرار نگیره و دلیلش این بود که نشون میده که اگه یک کسی مجروح شد و اینها توضیح میده چجوری کمک کنن اینها. من همیشه وقتی میرم به اصطلاح دکتر رو میبینم بعد بهش میگم که به کسای دیگه میگی که امیدوارم ببینم تو، میگم به شما ما میگیم امیدواریم نبینیم تو یا کمتر ببینیم تو. در صورت دوست عزیزی نوشتی که سال 97 سال سرکشیدن جام زهر تغییرات خواهد شد، سوالی. آقای آریانپور پاسخ داده: هموطن گرامی، قدرت هنگامی میتواند تحمیل شود که عده‌ای متخصص و کارشناس با تجربه و دلسوز با برنامه‌ای برای اداره امور و رفع مشکلات در دست پیش قدم شده و بدون ترس و وحشت و چشم داشت به چپاول خزانه مالی مردم وظایفشان را به گونه دست جمعی به نحو احسن انجام دهند. لطفا نگویید چنین افرادی در کشور ایران فراوانند، که البته چنین نیست و حتی اگر به فرض شما وجود داشته باشند ولی اداره امور یک کشور نیاز به همکاری و همفکری دست جمعی دارد نه اقدامات فردی و ابتکاری که قرنهاست در ایران برقرار بوده و نتیجهش چنین است که مشاهده می کنید.
دوست گرامی، هر زمان برنامه تدوین شده ای توسط گروهی دلسوز تهیه و به اطلاع عموم رسانده شده در و در نتیجه پشتیبانی پخش عظیمی از مردم را به دست آوردند، در آن زمان می توان انتظار داشت که گروهی قدرتمند، توی پرانتز نوشتن از لحاظ علمی و تخصصی، خواهند توانست کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند. ارادتمند هوشنگ آریانپور. اون مقاله این بوده، بذارید من براتون یه مقدارشو بخونم که سال 97 سال سرکشیدن جام زهر تغییرات خواهد بود. بذارید اینو بهتون نشون بدم و ببینیم که چرا اینجوری شد. یک لحظه، این ماوس وایرلس هم یک کوفتی ها که وقتی نداری میخوای داشته باشی، وقتی داری ناراضی است. بله، نوشتن که سایت رای توده نوشته یا گفته ایران به سال نو خورشیدی در حالی وارد می شود که نشانه ای از تحول مثبت در وضع عمومی اقتصادی اجتماعی کشور دیده نمی شود. نه تنها نشانه مثبتی دیده نمی شود، بلکه همه شواهد حاکی از شدت گرفتن خطرها و دشواری هاست. حاکمیت هرچند خود نیز به هراس افتاده، ولی هنوز نشانه ای از اندیشه و تعقل و تدابیر مناسب با سطح خطرهایی که کشور را تهدید میکند بروز نداده است. در صورت همون چیزایی که میدونیم. این خوشم میاد که آقای آریانپور غریب خودی نمیکنه و حرف دلش رو میزنه و مینویسه. این چیزایی که این دوستان میگن همش ذکر مصیبت، ذکر مصیبت آخوندا استادشن. ما هم دیگه اینجا استاد شدیم، از بس همون چیزایی رو که اون روز اون گفته من میگم اون میگه، شما هم باز میان میگین آقا اینم شده آخوند، اینم رفت سهرهای کربلا و و و و. اما بریم سراغ چیزای دیگه‌ای که گذاشتیم. این سال 97 و سرکشیدن جام و اینها رو بذاریم کنار، بریم نامه کوروش زعیم با شهام نامه کوروش زعیم با شهامت در فیسبوک درج کردیم. چنانچه مایل بل نوشتن که نامه اعتراض به شوراهای شهر تهران. میدونید که چند مدت بود که به اصطلاح میگفتن یک خیابونی رو اسمش رو عوض کنید به نام مصدق، دولت آخوندی متزور و تزویر، چه میدونم اسم چی بگه، اومده بود گفته بود که اینجوری میشه بت پرستی. یه نفر یه مقاله قشنگی نوشته بود، شما میلیون ها دلار خرج قبر خمینی کردین، اون بت پرستی نیست، ولی رهبر ملی ایران اگه یه خیابون به اسمش باشه که هیچ خرجی نداره به جز تعویض چند تا تابلو، اون میشه بت پرستی. ایشون اعتراض کرده به هموندان محترم شورای شهر تهران. این کلمه هموندم الان چند مدت استفاده میکنن، من حقیقتش نمیدونم، چون اونایی هم که زندانی هم میگن هموند، اونایی هم که مبارزن میگن هموند، در اصل درباره نامگذاری خیابان نفت به نام مصدق. در پی دو نامه گذشته خود به این شورا در زمان ریاست آقای مهدی چمران و در دیماه امسال به ریاست آقای محسن هاشمی که هر بار شورای شهر تهران هوس نامگذاری یک خیابان را به نام دکتر محمد مصدق میکرد، اقدام دیروز شورا را در تغییر نام خیابانک نفت، یعنی اینقدر کوچولوه، به مصدق تقبیح میکنی. این خیابان کوتاه به خاطر وجود ساختمان شرکت نفت به نام نفت نامگذاری شده و برخلاف نامگذاری های جمهوری اسلامی مناسب هم بوده است. این حرکت شما بجز توهین نفرت انگیزی علیه مصدق، این قهرمان ملی تاریخ معاصر ایران، تلقی نمی شود. با توجه به اینکه شما نمایندگان شورای شهر برگزیده شورای نگهبان هستید نه شهروندان تهران، این حرکت زشت شما اگر فوری لغو و از ملت ایران پوزش خواهی نشود هرگز فراموش نخواهد شد. ببینید اصلا میگم خود دوستان ضد و نقیض می نویسند، آقا شما خودت میگی اینا نماینده اونا هستن، نماینده شما نیستن، چرا بهشون به اصطلاح رسمیت میدی، نامه مینویسی، ازشون میخوای؟ بریم آقا دنبال کارمون. بله، میگه که
با درود و تبریک پیشاپیش سال جدید بر شما و دوستان تماشاچیتان جناب سوربی، بیایید و با آغاز سال جدید یک تغییر در رفتارتان ایجاد نمایید و دست از فحاشی هایتان به دیگران که به اندیشه شما هم نیستن برد تا بشود برای تماشای برنامه شما نیز وقت گذاشت. امیدوارم بهتون بر نخور، ولی در فضای مجازی شما مشهور هستید به یک آدم فحاش. امیدوارم از صراحت کلامم نرنجید. مخلص، شادان، شیرین، شادان شیرین سخن. عکسش هم عکس یه پرچم مال اروپا احتمالاً گذاشته. و سوال من از شما اینه آقا یا خانم شادان شیرین سخن، شما برنامه منو دیدید؟ شما برنامه منو دیدید؟ بگید کجا به کی فحش دادم که مخالف عقیده من بوده؟ و آیا فحش به اصطلاح درست بوده، حقش بوده یا نبوده؟ من اتفاقا برای یه نفر دیگه این رو فرستادم. خیلی ممنون که شما این فوش رو عنوان کردید تا من یه بار دیگه نشون بدم و بهتون بگم اشکال ما بیسوادیمونه، اشکال ما کم خوندن کتابمونه، اشکال ما ندونستن به اصطلاح نویسنده ها و شاعرها و اینهایی هست که توی زندگیمون بودن. من یه دوستی الان اسمم یادم نیست، جیو یه همچین چیزی بود، یه چیزی نوشته بود مثل شما، من براش اینو فرستادم، این آقا فکر کرده اینو من نوشتم. فوش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگر فوش وجود نداشته باشد، بله آدمی دق میکنه. بیشتر از تعداد و نوع فوش هر زبانی می شود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی می کنند سر در آورد و رابطه بینشان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد، فوش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم، چرا ولخرجی نکنیم؟ اینو من برای این دوستمون فرستادم، این ورداشته با آلمانی جواب من داده. خب اگه اینجوری فکر میکنید، میگم آقا اینو صادق هدایت نوشته، من ننوشتم. اینو آقای کوروش زرابی یه دفعه در رابطه با دوستانش، طرفدارانش که به دیگران فحاشی میکنن اینو نوشت، من اون روز ازش خواهش کردم این نوشت. حالا وقتی شما اینو نوشتید، بله من نمیدونم بله چی، شادان شیرین سخن، شما لطف کن برای من بنویس چه برنامه‌ای، به کی؟ 2 سال و 10 سال و 20 سال هم نمیخواد بری. الان 2 هفته گذشته، الان هم ایام عیده، تکلیف تعطیلی 13 به درت این باشه. 2 هفته گذشته چند تا برنامه رو بگو آقا شما روز 3 مارچ مثلا بزنیم، مارچ 7 مارچ، 14 مارچ که اینجوری بوده، یا 12، 14، 16، همین 3 برنامه رو. حالا تو این برنامه از ترس شما فوش نمیدن، ولی شما 3 تا 4 تا برنامه رو ببینید، دنبال کار رو بگیرید برید. این آقای شاهین، حمید شاهین فر، اون روز گفت آقا وقتی میخواهید از تاریخ ایران صحبت کنید، با اسناد صحبت کنید، اگر با اسناد صحبت نکنید میشود ماجرای آخوندها و صحرای کربلا. گفتم آقا شما به ما بگو ما چه چیزی رو که گفتیم مستند نیست. شما بگو آقا بیا این که میگی کوروش رفته به کشورهای دیگه تجاوز کرده، اینجوری کشت و کشتار کرده که اون مادر اون پادشاه یا اون سرباز اون جنگجو آمده سرشو بریده و گذاشته توی تش، این درست نیست. منم میگم بفرمایید. هرودوت قبول داری؟ شما که این چپ و راست میگید که ما هرودوت تاریخ نویس فلان، بفرمایید. اینجوری کارمون خرابه. حالا همین آقا بهتون نشون بدم چی فرستاده برای من، آقای حمید شاهین فر. ببینید به جایی که تحقیق کنه بشینه یه چیزی رو نشون بیاره، نشون کنه به اصطلاح نشون بده تا یه مشکلی ازمون حل بشه، چون وقت نمیذاریم، میدونی برامون مهم نیست. حالا ایشون که موتورسیکلت هم داره دیگه، یه سر داره و 1000 سودا، هر وقت وقت داره لابد میره سراغ موتورسیکلت. ببینید برای من چی نوشته، یه مقاله دوم و دراز که به احتمال زیاد وقتم براش نگذاشته، فقط کپی اند پیست، چون اینجوری راحت تره دیگه. بذارید ببینم چرا، آها اینجا مسیج آمد، نوبهار تی شد، این مردشور این فیسبوک رو ببره که از روزی که جدا کرد و گذاشت چیز، روزگار ما رو خراب کرد. اولا بذارید من این مقاله رو بهتون نشون بدم دوستان، نگاه کنید ببینید چقدر طولانیه.
شما به من بگو که اگر یه کسی فامیلتون براتون یه همچین چیزی رو ورداره توی پیام خصوصی براتون بفرسته. آقا پیام خصوصی یعنی شما یا زنگ میزنی یا یه پیامی می‌نویسی میگی مثلا صبح من میخوام یه ساعت برنامه داشته باشم. ولی حالا ببینید ایشون مد و مسائل زندگی 76، حالا این 76 کیه؟ اگه سال ایرانی میگید که 1396 بعد میشه 97، این 76 یعنی چی؟ حالا ایشون نوشته که چگونه با افراد منطقی ببخشید منفی و بدقلق رفتار کنیم. توسط فلانی فروردین 1391 تعداد مشاهده تغییر سایز فونت چگونه با افراد. حتی به خودش زحمت نداده که اینا رو پاک کنه از این پایین بنویسه. کاپی اند پیست زندگی ما رو گند زده. کاپی اند پیست. حالا ببینید چقدر مقاله طولانیه. نگاه کنید من باید بشینم اینو بخونم که ایشون میخواد به من و شما یاد بده چجوری با افراد منفی و بدقلق رفتار کنیم. آقا یاد من نده. اگه فکر میکنی من منفیم بدقلقم، خودت یاد بگی رفتار کن، من از رفتار شما یاد میگیرم. آقای حمید شاهینفر دوست عزیز، شما همون دفعه که گفتی من فقط نگاه میکنم حال و حوصله ندارم به اصطلاح بشینم بحث کنم اینا، من فهمیدم شما چند مرده حلاجی و گفتم شما رو به خیر، ما رو به سلامت. ولی ممنونم که باز هم گهگداری برنامه رو نگاه میکنی. این ما و تلویزیون ایرانی شدیم مثل یه سقاخونه‌ای که هممون میدونیم این سقاخونه، این لیوان یا اون یه جام اینجوری بود منبع میکروب و اینها هست و حاضر نیستیم بریم یه سری لیوان یه بار مصرف بخریم بذاریم اونجا، چون اون باید پول بدیم و میدونیم اگه اینو گذاشتیم نفر بعدی میاد اینو میدوزه میبره خونش. ولی تو مهمونی ها پوز میدیم که آقا این چیه، این سقاخونه که نمیدونم منبع تمام میکروب ها و ویروس ها هست. البته نمیدونه که اون کسی که تشنش هست انقدری که میاد از این منبع میخوره، همونجا انگار که داره واکسیناسیون همه من ازارم میگیره، چون نفر قبلی تبخال داشته، نفر قبلی این ردعه چی بود تراخم داشته، دهنش رو زده به این نفر بعدی هم میزنه، اینقدرش میگیره میگذره میره. و این چیزای عمومی تو اتوبوسای ایران یادتونه دوره شاه راننده تی بی تی لباس میپوشید و کراوات هم میزد و کلام میپوشید این خلبانا، ولی وقتی شما سوار میشدی شاگردش هم نه یکی دیگه بود بهش میگفتن نمیدونم چی بوفی چی فلان، اون یه ما شیرازی ها میگیم تونگ، یه پارچه آب ور میداشت با یه لیوان میریخت میداد به شما میخوردی، اگه همه لیوانه رو تموم نکرده بودی آب رو دور نمیریخت، همین آب رو دوباره میریخت به نفر بعدی هم میداد. ما تو این فرهنگ بودیم ولی پوز میدادیم ما رسیدیم به دروازه های تمدن بزرگ، حالا تازه این دروازه کوچیکه برای ما، از بس پوز دادیم بزرگ شدیم. همین دوست ما این خانمی که من را امروز خوشحال کرد و نوشت که دلیلی که نبودم این بود که دخترشون به اصطلاح سومین گرندسن یعنی سومین نوه پسر رو داشته به دنیا می آورده و ما همه می دونیم که خانم ها معمولا بیشتر از خود گذشتگی می کنن، بیشتر زحمت می کشن و هر وقت نوهی بچهی اگه بچه خودشون میخواد دنیا بیاد که دیگه همه زحمت ها، اگه نوهشون میخواد دنیا بیاد که بیشتر از مادرم حتی زحمت می کشن. در صورت ایشون گفته من وقتی از این نژاد آریان عبور کردم زندگیم بهتر شد. حالا بعدم براتون میخونم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم و ایشون لطف کرده برای من نوشته که آقا شما عجب داستان استوری تلر یعنی عجب قصه گوی خوبی هستی و من بعد از مدتی این کتاب به دستم رسید که شما پست کردی و اون فیلمی رو که شما تو برنامه صحبت کردی که چی شد و رفتی پست خونه و اینا بهت گفتن نمیدونم 30 چند دلار بعد دیدی اونجا نوشته و اینها و این که ارزون تره هم رسید بهت میده، هم 200 دلار بیمه داره ولی اون که گرونتر بود نه رسید بهت میده نه بیمه داره و دیرتر میره. ایشون برای من ضمناً نوشته بود که تا حالا
برای هر سازمان و هر شخص ایرانی کمک کرده، شخص ایرانی بر نگشته حتی بگه ممنونم. و خیلی سورپرایز شده بود که من گفتم اتفاقا این سورپرایز شما من رو به این فکر انداخت که من از دیگرانم تشکر کنم. بعضی وقتا ماها میگیم خب ایشون لطف کرده خیلی ممنون، ولی ما هم باید یه چیزی در قبال نشون بدیم و امیدوارم بتونم این کار رو انجام بدم. در صورت خوشحال میشم. کسی که میگه حال و حوصله ندارم، جنسش از اجناس چینی خرابتر و دروغگوتره. آقا توهین نکن سعید، موتور سواره، برو بزن اسمش رو نگاه کن، آقای حمید شاهینفر، موتورش هم موتور خوبی هست. ما که دیگه موتور سواری رو از موقعی که نوه‌دار شدیم ازمون قول گرفتن که موتور سواری رو، وقتا میگفتیم استرس داریم باید بریم، میگن حالا هر وقت استرس داری برو بچه داری بکن. این اصلا استرس که چیه؟ یادت میره که آب بخوری، یادت میره نون بخوری، و واقعا هم راست میگه. خب ببینم که دیگه براتون چی گذاشتم. آها اون خانم راجع به قصه گویی و اینها، باز هم ممنون و متشکرم، بهتون تبریک میگم که شما فرد گرندسان سوم، یعنی نوه پسری سوم. به نظر میرسه که ما یه مقداری از شما عقبتر هستیم و امیدوارم که بچه ها فعالیت کنن و به شما برسیم، که واقعا این نوه ها میوه های باغ زندگی هستن. امیدوارم هر کی داره داغشون رو نبینه، سالم باشن، و هر کی هم نداره به زودی گیرشون بیاد تا اونها هم از این لذت واقعا ناگفتنی بهره مند بشن. و اما تروریست کیست؟ استاد دانشگاه لیبرتی در ویرجینیا اینطور سخن میگوید: نمونه ای از عدم تسلط بر عقل و مدعی دانش. والا من تو آمریکا زندگی میکنم، تصادفاً ما ایرانی ها که میدونی تصادفاً میایم اینجا، تصادفاً تو ویرجینیا زندگی میکنم. این دانشگاه لیبرتی رو امروز اسمش شنیدم، ولی حالا بهتون نشون میدم. و این دوستمون از خلیج فارس اینو فرستاده، همون دوستی که برنامه های عقل بشر رو زحمت میکشن میفرستن، و ایشون یک مصاحبه ای رو فرستاده، میگه مسلمانان به آمریکا شاید یک بار در سپتامبر 11 حمله کردند. آمریکا بیش از 70 سالشان میکشد و میکشد. آمریکا بیش از 70 سال است که میکشد و میچاپد. آقای عزیز، تازه همون سپتامبر 11 برید بنویسید، تایپ کنید لوز چنج، یعنی پول خورد به انگلیسی، ببینید که خودشون مدارکی میارن به شما میگن این دست خودشون در کار بوده. ساده ترین سوال: صاحب این ساختمونا کی بوده؟ چرا این ساختمونا قبل از این ماجرا بیمه هاشو بردن بالا؟ همه اینا رو تو اون فیلم 90 دقیقه‌ای که یک جوان آمریکایی رفت دنبالش به من و شما نشون میده. اصلا به دلیل و منطق و فیزیک و شیمی و حرارت و اینها نشون میده که همچین چیزی امکان نداره که یه هواپیمایی که آلومینیومه یا حالا جنس هرچیه بزنه به این دیوار، از اون ورش بیاد بیرون، بعد اینجوری تمام این ساختمونا انگار پنکیک اینجا این تق 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 بره پایین. اینجا وقتی میخوان دمالیشن انجام بدن، یعنی ساختمونای بزرگ رو خراب کنن، یه تکنیکی دارن، یه روشی دارن که اصلا خودش یه کار مهندسی جدا از ایناست، که کجا بمب بذاریم تو این ساختمون که این وقتی بمب منفجر میشه این ساختمون کلاپس بشه به داخل، خاک نباشه، زیاد نباشه. اصلا میگن وقتی این منفجر میشده مال اینه. حالا ما میخوایم این کارو بکنیم، یقه خودمون رو بگیریم و دردسر درست کنیم. ما همینجوری چپ و راست دوستان زنگ میزنن به FBI گزارشمون میکنن. در صورت اینا رو اینترنته، و حسن این مملکت اینه که دوست عزیز، این کسی که این فیلم رو پر کرده مثل این که فوش داده به دولت آمریکا. اگر فوش نده میره اسلحه به دست میگیره. شما تو رانندگی عصبانی میشی، یه فوش میدی میری، اگر نتونی فوش بدی میره میپچی جلو طرف، میشه رود ریج، میزنی به ماشینش، نمیدونم اون میزنه به تو، ولی آخر نمیخوام بگم الان از امروز همه مشکلاتتون رو با فوش حل کنی، ولی حقیقتا شما تو زندگیت آقای هستی یا خانم، این اسم من نمیدونم، تو زندگیتون شما از فوش استفاده نمیکنید؟ خانواده شما از فوش استفاده نکردن؟
اگر نمی کنید، اگه اونها استفاده نمی کنن، از کجا می دونی که اینها فوشه؟ اینا تعارفه، اینا تعریف های خوبه. مثلا من وقتی به شما میخوام بگم بفرماد اینجا، میگم گورتو گم کن بیا اینجا، یا قبلا یکی به شما گفته گورتو گم کن بیا اینجا، یا نمیدونی یعنی چی. اگه نمیدونی یعنی چی، من میگم منظورم اینه که گور نداشته باشی، زنده باشی، تشریف بیارید اینجا. آقا خانم به خودتون دروغ نگید، من همینم که هستم. اونایی که جلو تلویزیون میان برای شما یه چیز دیگه میشن، اون پشت یه چیز دیگه، اونا رو دوست داری برو اونجا ببینیم با هم. این لیبرتی و این آقایی که احتمالاً از همین مذهبیون مسیحیه و از همین تندروها، ببینید توی این ویدیو چی میگه. و یک لحظه بیاین کامرای دو اینجا، امیدوارم صدا زیاد نباشه. If some of those people in that community center had had what I've got in my back pocket right now. خب این داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه. کامیونیتی سنتر فکر کنم یه جایی بود، یه چند نفر اونجا، یه پسر مسلمون رفت و تیراندازی کرد و چند نفر رو کشت، فکر کنم اون ماجراست. بعد این میگه که اگر یک کسایی اونجا اصلا چیزی که من تو جیب پشتیم گذاشتم، اولا تا اونجایی که ما میدونیم، من خودم هم تو ارتش بودم، تو نیرو مخصوص بودم، هم اینجا اسلحه داشتم، هم دارم، هم اجازه حملش رو دارم، و کسایی که حتی میخوان اسلحه رو کانسیلد کنن، قایم باشه، نبینن، چند جا هست. یکی مثلا میذاری اینجا، یکی میذاری توی شلوارت، یکی میبندی بغل کمرت، ولی تا حالا ندیدم کسی اسلحهشو بذاره جیب پشتیش. یعنی ایشون اگه توی رستورانی بشینه، میبینی کون خودشو شوت میکنه. این یک. دوما اون کسی که لگد میزنه درو باز میکنه میاد، تا شما بخوای دست بکنی پشتت، با مسلسل همین AR-15 چی AR-15 زده تیک تیکت کرده. زنن یه فیلمی رو من دیدم که یه نفر اومده بود چند نفر رو هاستیج گرفته بود، و توی اون هاستیج ها، توی اون گروگان ها، یه نفر پلیس بود، پلیسی که اسلحه داشت، اسلحهش هم تو پاش بود. یه رقم دیگه هست که مثل جوراب، مثل جورابای زنونه که تا زیر زانو و اینها میاد، یه چیزی به پاشون میبندن، اسلحه رو اونجا نگه میدارن، که خیلی هم اتفاقا حملشون آسونه. ولی تمام این اسلحه ها باید مطمئن باشین که حساس نباشن، خود به خود شوت نکنن. چون دیدید دیگه، نخست وزیر قبلی، اون نخست وزیر دیک چینی مال جورج بوش، حالا اون کاری به حساسیت نداشت، اون کاری به خریت داشت. ببخشید اگه به دیک چینی گفتم خریت، خریت یعنی خیلی باهوش بود. آقا ولمون کن، حالا با سال نو تحت تصمیم گرفتیم که دیگه فوش ندیم. آقا فوش باید بدی دیگه، اگه فوش ندی که میگن آقا طرف بی غیرته، هر چی بهش میگیم انگار که بادمجون بم، نه بادمجون بم میگن انگار خوبه، که به اشتباه میگیم بادمجون بد، بادمجون بم هست، شهر بم مال کرمان، میگن انقدر جنسش خوبه که به اصطلاح آفت نداره. و اما نمیذاری بریم سراغ برنامه‌مون. ویدیوی آقای بهرام سرویان رو نشون بدیم. نمیدونم، من بعضی چیزا که میاد، مخصوصا دیروز من یه 16 ساعتی نبودم. اجازه بدید این آب گرم بنوشیم به سلامتی شما. و اینجا ببینیم که آقای بهرام سرویان چی فرستاده. بله نبودم، و خیلی از دوستان نگران شده که آقا شما معمولا زود جواب میدی، چرا حالا جواب ندادی؟ گفتم بابا ما خب بالاخره کار داریم، زندگی داریم، همه پولا رو که نمیشه شما بسازید، ما باید بریم به اندازه یه نون پنیری، به اندازه قسط آب و برق و گاز و خونه و اینها، بیمه و فلان اینا در بیاریم. رفتیم دنبال کار. اجازه بدید همینجا تشکر کنم از دوستی که مبلغ 121 دلار و 81 سنت با چیز فرستاده. اون روز ما گفتیم ایام عیده، هم عیدی بدین هم روزانه و ماهانه رو بدین. این دوستمون لطف کرده و من از ایشون ممنونم.
حتما شما شنیدید که یه شعاری لورا میخونن، شما که عشق علی تو سینته نفت برای چی میخوای، هم چیزی. ببینید این پیدایشش کجا بوده و این ماجرایی رو که معروف من بارها تا حالا شنیدم که یه نفر بوده خودش رو به کرولالی زده و 7 سال در منطقه لرستان، اونجایی که منابع نفت و لولی کشی های نفت بوده، 7 سال به عنوان یک چوپان با مردم زندگی کرده تا بعد که زبان و اینها رو یاد گرفته شروع کرده گفته من سیدم و معجزه چنین و چنان، حتی کفش‌هاش جلو پاش جفت می شدن. حالا چه کلکایی زده که این کفش‌ها جلو پاش جفت می شدن اینجا نشون میده. ممنونم از این دوستمون، بیان با هم ببینیم. بذارید من اینو بهتون نشون بدم که هر کدوم از این ویدیوها هم یه اندازه و یه شکلی هست و ما باید به ساز همشون برقصیم. چگونه به سازشون میرقصیم؟ اینکه صفحمون رو با صفحه اونها گفت که اگر زمان با تو نساخت تو با زمان بساز. بشنوید. این چهره را بومی های بختیاری منطقه مسجد سلیمان به خوبی میشناختند. مستر جیکاک مأمور اطلاعاتی انگلیسی و سالها در میان ایلات بختیاری بود و نمیگذاشت کسی به خط لوله های نفت نزدیک شود. 7 سال خود را در قالب چوپانی کرولال جا زد تا خوب فرهنگ و زبان بختیاری را یاد بگیرد. بعد هم در حالتی که آن را معجزه نشان میداد به حرف آمد. خودش را سید معرفی کرد. به ته کفشا و عصایش آهن را با وصل کرده بود تا هر وقت نزدیک کفشایش شد آنها جفت شدند. محلی ها گمان می کردن این کار از کرامات اوست. در عصایش یک باتری کار گذاشته بود که در صورت لمس شوک ضعیفی می داد. می گفت عصایش می تواند حرامزاده ها را تشخیص داد. آن وقت بر کسی که با او مشکل داشت شوک برقی می داد. جیجاک برای خودش ریشی نسوز گذاشته بود. می گفت هر کس دروغ بگوید ریشش می سوزد. ولی ریش خودش نمی سوخت. او عمامه نسوزی هم ساخته بود که آن را در آتش می انداخت و می گفت چون عمامم در آتش نمی سوزد پس من سید واقعی هستم. او با چنین وضعی مراقب بود تا کسی به خطوط نفت نزدیک نشود. جیکاک شعر معروفی داشت که مردم بی خبر از همه جا در زمان ملی شدن صنعت نفت تکرار می کردن. هر کی مهر علی در دلسه نفت ملی سی چنسه. یعنی کسی که مهر حضرت علی در دلش جای دارد به نفت ملی نیاز ندارد. خب حالا اینو ما ول میکنیم میایم سراغ ملت خودمون. این چه ملتی بوده که یک خارجی یه دفعه میاد، از بچگی که اونجا بزرگ نشده، یه دفعه میاد بدونی که بشناسنش اینا میشه چوپان. بابا چوپانی تا اونجایی که من میدونم باید طرف مورد اطمینان ده باشه که براهاشونو بدن دستش این ببره اسب بیاره، و الا براه رو برمیداره میره ده بالایی میفروشه بعد هم میاد شهر. این یک. دومی که این آقا چقدر ما نادان بودیم، ملت ما چقدر نادان بودیم. این زمانی کی بوده؟ این ماجرای نفت و اینها زمانی کی بوده دوستان؟ مسجد سلیمانی ها، این آقای رابع مسجد سلیمانی، فکر کنم ضیاء آتابای هم مال مسجد سلیمانی. اینا که اینقدر ادعا میکنن که ادعاشون به قولن نمیدونم فلان، اینا بگن چجوری یه نفر خارجی اومده این ماجراها رو اونجا علم کرده، حالا ما با افتخار برای همدیگه پخش میکنیم. نمیدونم، ملت عجیبی هست. این دوست ما چند تا از این وبسایت ها رو که سوربین رو با آدمی به عنوان یه آدم فحاش معرفی میکنه، شما به من بگو تا من یکی یکی به مردم نشون بدم بیارم فوشاشون رو بهتون نشون بدم، فوشای همونا رو. کارمون خرابه. حالا بالاخره نفهمیدیم شادان شیرین شد سخن. من اینجا یه نگاهی بکنم ببینم ایشون زنه مرده. خیلی بده. شما به آخوندا میگید که قانونمند باشید و آزادی بدید و اینها، شما میای از بله ایشون مال هایدلبرگ جرمنی هم هست. هایدلبرگ هم اونجایی بود که الویس پریسلی هم رفت اگه اشتباه نکنم. بله نگاه کنید دوستان، این صفحه فیسبوک دوستی هست
که لطف داره به من نصیحت میکنه که آقا سال نو مبارک. حالا من میخواستم بگم عجب زبلی هستی تو، ما گفتیم هر کسی 10 دلار 15 دلار 20 دلار 30 دلار 100 دلار حمایت کنه، پیام خودش رو بده در تلویزیون مردم پخش کنی. شما نگاه کنید دوست عزیز، این فیسبوک شماست، عکس یه گربه گذاشتی پایینش، عکس نمیدونم این پرچمه چیه، این چند تا این کشورها هم من نمیدونم این مال اروپای متحده چیه، بعدم نوشتی شادان سیرین سخن لیف، زندگی میکنه توی هایدلبرگ آلمان، از هایدلبرگ آلمان هم هست، followed by 868 people. شما 868 تا دوست داری، امروز یه متن اینجا بنویس، از دوستات کمک بگیر، بگو که هر کسی فکر میکنه سوربی فحاشه، هر کسی فکر میکنه سوربی منطق نداره، هر کسی فکر میکنه سوربی دروغ گفته، دروغاش چیزای غیر منطقی فحشاش اینجا بیاره، اون وقت منم میگردم تو دوستای شما اونا رو برات میارم. اینم یه تبلیغ مجانی برای آقا یا خانم شیرین سخن که هم هایدلبرگ دنیا اومده هم هایدلبرگ زندگی میکنه و عجیبه که بیننده برنامه منه. عجیبتر این که با همه ای که دوستانش بهش میگن این آقا فحاشه، باز اومد باید میسی نگاه میکنه، یعنی به دوستانش میگی بابا برین شما حالیتون نیست، من فقط میتونم بفهمم این چی میگه، من میتونم انجوی کنم لذت ببرم. آقای فرخ سپرار میگه که پیام گذاشته، ببینم که چی میگه و با هم گوش کنیم. این ویدیوی بهرام سرویان رو ما نشون دادیم، ممنونم. بله 35 ثانیه بشنوید. الو سلام آقای پارسا سوربی عزیز، زنگ زدم عید و تبریک بگم و در ضمن یک شعری من چندین سال پیش خونده بودم راجع به عید براتون فرستادم، اگه دوست داشتین لطفا پخش کنید. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. در ضمن برنامه شما رو اشتراک میذارم و اونایی که تو لیست من هستن خبر میکنم. خیلی ممنون، خدا. من از شما ممنونم. اون چون ویدیوهایی که شما میفرستین نسبتاً زیاده، یک در میون که بگم یعنی یکی نگاه میکنم یکی نگاه نمیکنم، یک در پنج نگاه میکنم. وقتی یه چیز به خصوصی هست یا لطف کن برام با ایمیل بفرست یا یه جوری بنویس که اینو شما عمدن خواستی. حالا این شعر، وقتی شما میگی یه شعری گفتم، یه شعریه که گفتی یا یه شعریه که خوندی یا یه شعریه که هم گفتی هم خوندی. اینجا نوشته این آقا در حق ایران آنچنان کاری کرد که هیچ یک از فیلمساز ایرانی و هزینه های میلیاردی نتونستن. بعد بالاش پایینترش عکسی آکواریوم راجب عید بذارم اینم اینه جدا برم بفرست، زیاد که میفرستی قاطی میکنم، کمتر. آها فکر کنم این باشه، بذار ببینم. فرخ آها به 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 دوستان یادتونه بهتون گفتم من فرخ رو وقتی باهاش آشنا شدم و دیدم که موی بلندی داشت و اینجوری، ولی هر چی آدمه این بلوند بود فرخ. حالا چجوری تو این فیلم موهاش مشکیه من نمیدونم. اتفاقا جالبه این خانم عسکریه، یادمه یه خانم ناهید عسکری اینجا بود، اینم که آقای فرامرز یگانه است. دوستان عزیز، این آقای فرامرز یگانه یکی از شاه اللهیای تندروه، کسی که باور داره شما توی آمریکا توی تایسنز کورنر که دو روز دیگه جشن نوروز ایرانی ها هست، وقتی میرین یه نفر رو با حجاب میبینید برید توف بندازین روش و برید به اصطلاح چادرش رو بکشید پایین، اون وقت این آقا میخواد آزادی ببره بده به ایران. در صورت ببینیم که فرخ اینجا چی خونده، اینو از کجا پیدا کردی؟ مارچ 8، این وبسایت هم مال خود، یعنی یوتیوب هم مال خودشه. دوستان بذار من این پایین رو نشون بدم، همینجوری که من تا امروز نمیدونستم که چیز یوتیوب داره فرخ و فکر کردم فقط روی فیسبوک فعاله، به شما هم یاد بدم. ببینید وقتی میان یه جایی یه ویدیویی میبینید مال یه کسی، خودتون رو اونجا آبونه کنید،
حالا دیگه یوتیوب اومده آبونه که هیچ، این بغلش هم این ناقوس رو زنگ رو بنویسید تا براتون وقتی یه چیز جدید میذاره بفرستید. اینا هم هی کارا رو مشکل تر میکنه. بعد اگه میخواین ویدیوهای دیگه اش هم ببینید رو اسمش که این پایینه کلیک کنید، ببینید تمام ویدیوهاش میاد. حالا دوباره برمیگردم همون جایی که بودیم و با هم میشنویم ببینیم چی میگه. وایس روی توب روی کاغذ رنگی روی تند ماهیدونی وسط سفره نو روی یاس جنماز ترمه مادر بزرگ با اینا زمستون فرد. آقا این حرفا چیه؟ جنماز اونم ترمه مادر بزرگ؟ خب بگو مسلمونی و کافی. حالا دیگه دشمنات شدن شاه اللهی ها. این شعر اگه اشتباه نکنم آقای فرهاد خوند، شاعرش کی بوده نمیدونم، ولی عجب شعر قشنگی بود. بله این ماجرای عیدی بود و ممنونم دوستان عزیز. همین فرخ سپهرار بزنید تو تایپ کنید توی یوتیوب میاد و از شما ممنونم که اینو فرستادید. دلیلی که من تو برنامه‌ام نشون نمیدم چون شما گذاشتید روی یوتیوب. اگه من نشون بدم وقتی که فیلممونو به صورت بایگانی میدیم به یوتیوب یقمون رو میگیره و میگه که این کاپی رایتش مال آقا فرخه. گفتیم بفرما. حالا ما اینجا یه دو تا اد داریم بهتون نشون بدیم. یکیش تور 2018 اندی هست، یکیش برنامه 26 همه. اجازه بدید من اینجا اندی، بله این تور صداش هم ببینم بازه، صدا هم باز، البته اینجا صدا رو کم کنم از روزی که اون دوستمون گفت بچه خوابیده بیدار میشه. ما تا جایی که یادمون باشه انجام میدیم. دوستان ببینید اگر هستید توی اون شهر یا کشوری که ایشون میاد برید حتما ببینید. اندی خواننده بسیار خوبی، انسان بسیار شریفی است. شکوه‌ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار تور جهانی بیقرار 2018 اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی نهونه مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنچان، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان آفیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بسیار ممنون دوستان. این برنامه‌ای که ما داشتیم با آقای امیر حسین لادن، دوستان بسیاری خواستن که اگر امکان داره ایشون مخصوصا چون کتابی هم نوشتن به نام نمیدونم حالا اولین کتابشون یا قبلا هم کتابای دیگه داشتن، خدا سالاری و درماندگی، گفتن که اگر امکان داره ایشون به اصطلاح بیشتر با ماها صحبت کنن. اینو با هم ببینید. اندیشکده.net اون اچ آخرش رو ننویسید، آخر همین فیلم نشون میده اندیشکده A-N-D-I-S-H اندیشکده K-A-D-E.net. بله بذار من اینجا این نگه دارم براتون یه بار دیگه بخونم. این www.https و اینا که دیگه الان اگه ننویسیدم خود اونا میدونن. و اسم اصلی اون URL یا اون صفحه هست اندیشکده.net A-N-D-I-S-H-K-A-D-E.net. چرا اسپل میکنم؟ بعضی از دوستان برنامه ها رو فقط صداشو گوش میدن چون سر کار هستن، بعضی از دوستان از تلفن برنامه های ما رو پی میگیرن و ازشون ممنونم. ضمناً آقای دکتر ایران بومی هم برنامه های مختلفی در این ماه دارن و من اون روز تو برنامه گفتم اگه بشه با ایشون هم یه مصاحبه میکنم، برای ایشون هم نوشتم، ایشون هم گفت که فکر خوبیه ولی متاسفانه
بعد قرار چیز نگرفت، به اصطلاح تماس نگرفت که با هم ردیفش کنیم. و اما بعد از این دو هجدهم هم که فستیوال نوروز هست، بعد از اون بیاین اینجا 25 یه شنبه 25 آقای مهدی تبریزی برنامه گذاشته. بذارید من اینو به صورت دو قسمتی به شما نشون بدم، یه قسمت بالا یه قسمت پایین، که هر دو رو ببینید و احتمالاً بهترم پیدا باشه. بله، فرخنده باد نوروز بهین روز یا به این روز در کنار گلهای بهاری. یه چیزی این زیر نوشتن که من نمیتونم، برای بهتر شدن سوق بدهیم. خب شماره تلفنشون هست 202-680-0456 و پایین این رو هم بهتون نشون بدم که آدرس و اینها هست، اگه یه وقت خواستید به اصطلاح نگه دارید و آدرس شو بنویسید و نگه دارید اینها. ولی بهترین کار همون تماس تلفنیه. اگه مشکلی هم داشتید با من تماس بگیرید. و من نمیدونم این دوستان این همه جا رو سفید میذارن، اطلاعات رو به اون کوچولویی اون پایین می‌نویسن. حالا ما چیکار می‌کنی؟ ما کلک می‌زنیم. راست چرا میگفتن کلک رشتی؟ این رشتی ها که اهل کلک و اینها نیستن. چرا میگفتن کلک رشتی بریزدیم؟ بله، 202-680-0456 ایمیلشون هست tu26gg@gmail.com 26 university. جالبه که یونیورسیتی رو هم اشتباه نوشتن، مثل درست میگم؟ آره، باید اس باشه یونیورسیتی، فکر کنم، مطمئن نیستم دیگه، از بعد چیزا رو غلط می‌نویسیم و برای هم می‌فرستیم. خب مهم اینه که معنیشو بدونیم، ولی بعد که تایپ می‌کنیم اشکال پیدا می‌کنه. در رابطه با اندیشکده.net آقای لادن نوشته بود که خوشحال هستن که برنامه‌شون مورد علاقه دوستان قرار گرفته. البته یه ادم مثل این که مثل معمول همیشه مشکل دارن اینها، گفتم شما باید خوشحال باشی. من وقتی که اونایی که اختلاف دارن با من یا مخالفن تماس میگیرن، خدایش خوشحالتر میشم، چون اونی که موافقه حرف شما رو زده، منم حرف اون رو زدم. ولی اونی که مخالفه، شما حرفی که زدی قلقلک دادی مغزش رو، به کار واداشتی مغزش رو، از این بیشتر حتی مجبورش کردی برات بنویسه یا زنگ بزنه. اگر منطقی باشه زنگ میزنه ایرادشو میگه، اگر آدم غیر منطقی باشه فوش میده و به اصطلاح که در صورت هر دوش نشون میده که شما زدین به اون ماجرا. خب میگی که آقای سوری، حالا که شما خوب بلدی باز خود نوشابه باز کنی و خودت رو تحویل گیری، پس لطفا از طرف ما هم دو تا نوشابه برای خودت باز کن. این وقتی شما میگی ما، آقا یا خانم شادان، منظورت کیه؟ شما دست جمعی نگاه میکنید برنامه رو؟ ممنونم. سم نوشته که آهنگ بوی عیدی فرهاد از سروده های شهریار قنبری هست. اگه لطف کنی لینک اون موزیکش رو هم بذاری، خیلی قشنگه. من وقت جوان بودم این رو میخوندم و خیلی از دوستانم هم میگفتن که صدای تو چون به اصطلاح نتراشیده و نخراشیده هست خوب میخونی اینو. بله، میگه که این mutual influences between Iran and the US from Cyrus the Great to Trump executive order، میگه تأثیر متقابل فرهنگ ایران و آمریکا از کوروش کبیر تا فرمان مهاجرتی ترامپ، سخنرانی و گفتمان دکتر ایران بومی ساعت 6 بعد از ظهر 22 مارس 2018 و وبسایتشون هم هست iranbomi.com iranbomy.com. اینم از این. خب حالا پس نتیجه ما چی گرفتیم؟ آقای حمید شاهین‌فر به جایی که بره بیاره برای اسناد و اینها، رفته برای ما یک کتاب فرستاده که چگونه با آدمای غیر منطقی و فلان دیل کنی. Good for you. من بلدم دیل کنم، احتیاج ندارم. یا با منطق میرم سراغش یا فوشش میدم به قول این دوستم. ولی جالب اینجاست، شما نوشته های همین دوستمون رو بخونید. همین دوستی که با اون 800 تا دوستش گفتن سربی فحاش، حالا من اومدم نظر خودم رو میگم.
این آقا میگه حالا که شما بلدی نوشابه باز کنید، دوتا نوشابه. خب یعنی چی؟ این اصلا یعنی چی؟ این چیزی که شما میگی از کجا شروع شده؟ ریشش چیه؟ معنیش چیه؟ بله میگفتن طرف جلو خودش بلند میشه، یعنی اینقدر به خودش احترام میذاره جلو خودش بلند میشه. حالا یعنی چی؟ مهم اینه که اون دوستای مؤدب تو چون یه سری آدمای دروغگوان نتونستن تو رو نگه دارن. منی که حتی فوش میدم، ممکنه به شما هم فوش بدم، میای اینجا چون میبینی یه چی یاد میگیری. کمه ننویس دیگه، دو ساعت به خودت وقت بده بعدم بنویس. خب بریم سراغ پیام بعدی یا نوشته بعدی. و اما واشنگتن پست، میتونید شما ممبر بشید توی اون پستایی که داره، به اصطلاح هر کسی یک مطلبی می‌نویسه و اینها، اون وقت اونا براتون روزانه میفرستن اون مقاله رو. من یه آقای جوانی هست که اتفاق چند مدت پیش نوشته بود، یه مدت نیستم چون دارم میرم ازدواج میکنم، گفتیم خب برو ازدواج کن به سلامت، برگرد بیا. دوباره برگشته و مقاله هاشو می‌نویسه و منم نسبتاً میخونم. سعی کنید دوستان روزی یک مقاله انگلیسی، هرچی هم انگلیسیتون دست باشه کسید هست، بخونید. هم سریع خوندنتون سریع میشه، هم درکتون بیشتر میشه. همین که وقتی یه مطلبی رو خوندید اگر یک کلمه معنیشو ندونستید، خدا رحمت کنه این آقای افلاطونی معلم انگلیسی ما در هنرستان، اگرم زنده است طول عمرش بده، که میگفت که خیلی به خودتون فشار نیارید که یک کلمه ای رو نمیفهمید. توی مجموع که بذارن اون مجموع این یک کلمه رو برای شما تعریف میکنه. حالا اینجا میگه که پوتین and سیسی need vote to keep crushing democracy. میگه این حضرت آیت الله پوتین از روسیه و آیت الله سیسی، اون جنرال سیسی از مصر، اینها به رأی های مردم احتیاج دارن تا بتونن crushing، شما یه چیزی که پا میذاری روش میشکنیش یا هر چیزی، حتی تصادف بهش crush هم میگه، خورد میشه بهش میگن crush. میگه برای خورد کردن دموکراسی اینها به رأی مردم احتیاج دارن. ولی چیزی که من نمیفهمم، معمولا دیکتاتورا احتیاجی به رأی ندارن، همشون که میان میگن 99% مردم به ما رأی دادن چنین و چنان. نامه این دوستمون رو گذاشته بودم که بخونم، ولی قبل از اینکه ببینم صحبت کردم. نوشته که You are wonderful storyteller, I enjoyed the story you made from the book you were sending me, God bless you, definitely are a rare breed. Breed یعنی این معمولا برای سگا و اینا استفاده میکنن که مثلا این پیور بریده، این اینجوریه اونجوریه. و این همون خانمیه که وقتی من ایشون لطف کرد و در رابطه با آقای منوچه که میخواست کتاب بفروشه به اصطلاح تماس گرفت، من گفتم که خب اینجوریه و با خودش تماس بگیر و شماره فرستادم، ایشون لطف کرد حمایت کرد. من گفتم خب چون ایشون حمایت کرده و دنبال کتاب ما، یک کتاب به عنوان قدردانی بفرستیم و ماجراشو گفتم و ایشون اینو نوشته. ولی امروز که اینو فرستاد گفتم من نگران از این بودم که خدای نکرده یه اتفاقی برای شما افتاده باشه، یا اینکه شما تصادفاً حمایت کردین از تلویزیون مردم. بهتون بگم سالها پیش یه آقای بود به نام کوروش وحدانی، خیلی آدم پولدار، خیلی آدم به اصطلاح تک سبی، یعنی اینایی که چیزای کاری چیزای مایکروسافت و اینا بود، پولدار شده بود و خیلی هم خودش و خانمش میرفتن کمک میکردن اینها. این آمد و به اصطلاح با ما در تماس بود و اینها. بعدن یه دوستی به من گفت که آقا این آقا شاه اللهیه و دلیلی که اومده بوده با شما این بوده که بلکه بتونه با پول دادن، با تشویق شما رو بخره. و دیده نه آقا این سوربی اصلا کله خوش که این چیزا حالیش نیست، ول کرد رفت دنبال خودش. اگه نگاه کنید یه مصاحبه هم انجام دادیم با اون آقای محمد تیرانداز، که آقای محمد تیرانداز که هم همشهری منه، هم استانی منه و هم از کشورهای عربی تماس گرفت، واقعا آبروی خودش رو برد. این همه کسی که ادعا میکرد به اصطلاح از تکنولوژی اینها میدونه، نتونست یه ارتباط، البته اون وقت هم سیستما بدتر بود، اگه میخواستی با یه گروه روی اسکایپ تماس بگیری قطع میشد، وصل میشد. الان زوم و اون
برنامه‌های دیگه هست که یه نفر با 50 نفر میتونه تماس بگیره. یعنی همین برنامه که مثلا من دارم اینجا اجرا میکنم، فکر کنید شما هم هی بتونید از اون همین کوفتی فیسبوک شما تماس میگیری، فلانی میگه من میتونم بیام، میگه بفرمایید بیا بالا، بعد نگاه میکنید نشسته تو والد همینجوری داره با شما صحبت میکنه. ما همین که هستیم اینجا بس. خب مرسی آقای سم عزیز، این ویدیوی فرهاد رو گذاشت، بوی ایدی بوی پول. بعد ایشون نوشته از ارسال ویدیو سپاسگزارم، در گذشت یک این همون بود که آقای لادن خونده بود اون روز، نوشته بود در رابطه با دکتر پروفسور خدادوست براتون خوندم. و آقای پتیک گفتم بهتون اون روز که نوشته بود ایشون در خبرهای فارسی آمده بود سقوط هواپیمای یاسوج به علت اشتباه خلبان بوده. جلال خاله هنوز جعبه سیاه به فرانسه نرسیده، کارشناسان آخوندی اظهار نظر میکنن، شاید به خاطر این است که رشوه خرید هواپیمایشان قطع یا کم نشود. حال گزارش سقوط هواپیمای ونزوئلایی پرواز 518 که در تاریخ 21 فوریه 2008 در کاراکاس منجر به کشته شدن 43 نفر مسافر انجامید توجه نمایید. پس از تحقیقات و بررسی جعبه سیاه، اشتباه خلبان و کمک خلبان به شرح زیر اعلام شد. تأخیر ورود هر دو به کابین، نیم ساعت پس از نشستن مسافران و مهمتر روشن کردن هواپیما بدون چکلیست ایمنی. هواپیما باید 3 دقیقه قبل از پرواز در زمین روشن باشد تا سیستم کامپیوتری آن کلن آماده کار باشد. با امید روزهای بهتر و افرادی آگاهتر. حتما شما هم دیدید وقتی که سوار هواپیما میشین، هم خلبان هم کمک خلبان اونجا نشستن، یه چکلیست نشونه. شما که داری میری میشینی که حالا تازه ممکنه ربع ساعت دیگه پروازت باشه، 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، بعدش هم خدا میدونه حالا تا بری تو اون خط تاکسی به قول خودشون وایسی تا چقدر پرواز کنی، اینا اونجا هستن. ولی این دو خلبان دیر رسیده بودن، بعد تازه میگه بدون چکلیست هم پرواز کردن و نتیجهش این شده که 400 و چند نفر، 43 نفر رو به کشتن دادن. این هم از این ماجرا. پتیک خیلی دوست داره این ماجراهای هواپیما و اینها رو و دنبال میکنه. میگه که آموزگار حتی به آموزگاران نافهم از تغییرهای مغزی دانش آموزان مانند گذشته میخوان آموزش بدن. دیدید که من همیشه این معلمایی که بچه ها رو تنبیه میکنن اینها دربارش میگم و میگم که یکی از افتخارات من این بوده که من یک دانش آموز، البته مال ما هنرستان بهشون میگفتیم هنرجو، یک هنرجوی رو من تنبیه نکردم و یه نفر رو از کلاس نذاشتم بره بیرون، چون خودم رو آقای لطیفی از کلاس کرده بود بیرون، خودم رو آقای اخلاقی، خیلی شاگرد خوبی بودم، آقای اخلاقی از کلاس دینی کرده بود بیرون، ما از همون قدیم بیدین بودیم. میدونستم که این به بچه لطف داری میکنی که میفرستیش از کلاس بیرون، و اگه میخوای تنبیهش کنی باید تو کلاس نگهش داری، و اگه میخوای تنبیه بیشترش کنی باید بیای بالای سرش وایسی، حتی بشینی بغل دستش درس بدی که این نتونه فرار کنه. حالا نگاه کنید، تنبیه های زیادی رو ما تو فیسبوک دیدیم، بچه رو با چوب میزنه این اون این، و برای هم میفرستیم. حالا اینم برای هم بفرستیم تا حداقل بچه ها تشویق بشن و معلمه بدونه که آقا تو اگر به خودت اجازه میدی که به یک بچه ای حمله کنی، یه بچه ای رو بزنی، یادت باشه که اون بچه هم جوونه، یه جوونی که تازه داره بالغ میشه یا بالغ شده، اونم به خودش اجازه میده که مثل تو وحشیانه بهت به اصطلاح حمله کنه. ببینید و لذت ببرید. Məllim, dünən işıqları biz yanmırdı, görmürdü. Tüs salır, sana mən, nə oxumu sana dağırsın? Həllə, nə çəkərsən? Kim vurursun, əmən? Başlar, başlar! Mən bir dəyək qaldırmıyam, bunu əşk! Yətə oğlan sana, adam məllimi nədən? Məl qaldıram. Mən qaldırmıyam, əşk! Əşk, 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 əşk,
البته این یک کمی آدیو افکت و اینا گذاشته بودن روش، ولی خب اصل ماجرا رو میرسونه. و بهتون گفتم هر وقت یه چیز اینجوری میبینم یاد دبیرستان احمدی کلاس هشتم معلم جغرافیا آقای کوتوله چاق زشت بد اخلاقی بود که خدا هیچ نعمتی به این نداده بود و این فقط دلش خوش بود که یک کراوات میزد و میومد اونجا و این چنان بچه ها رو میزد و اینها که همه از ترس قالب تویی میکردن تا این میومد. و یه دفعه اون جایی که دوستانی که شیراز هستن میدونن فلکه خاتون یا فلکه خاتون دروازه قصابونه دبیرستان احمدی اینا به اصطلاح چجوری بودن، حالا ما بیچاره هم از این ور مجبور بودیم بریم چون مدرسه نبود که. خلاص اولا در هر کلاسی رو که باز میکردی، بعد کلاس های زمان شاه نبود، این مال زمان قاجاره، 40 تا 50 تا دانش آموز توش بودیم و زورا مخصوصا اون آخر خورد نزدیک های اردیبهشت خرداد اینها که گرم میشد بوی تپله بوی پشکل، چون بیشتر اینا زاره بودن از خونه که میمدن و اینها. و خلاصه خدا نصیبتون نکنه، خیلی خوشحالم که شماها تو دوره پهلوی مدرسه رفتین و خیلی وضع بهتر بود، تو هر کلاسی 7 نفر 6 نفر بود، زور 2 تا چلو کباب بهتون میدادن. این آقای جعفری یه روز یه بچه ای رو نمیدونم حالا جغرافی چی بود که مثلا این تکلیفش نیاورده بود یا یه چیزی گفته بود این حواسش پرت بود، اینا از اون تای کلاس گرفت آورد زد با مشت و لغت و تو سری بچه رو از کلاس کرد بیرون. ما هم همه همجور نشسته بودیم وحشت زده که چجوری یه آدمی که اسم خودش معلم گذاشته، اسم خودش انسان گذاشته، اینجوری به یه بچه کوچولو کلاس هشتم میشه 8 تا 7 15، حالا بگو بعد یا منم 6 ساله رفته بودم 8 تا 6 14. اوکی همینجوری نشستیم و اینها و کلاس هنوز تموم نشده بود که ما دیدیم یه نفر در رو واز کرد اومد و یک قولی بود بابای همین پسرم فکر کنم فامیلی زاره بود. اولا من 30 تا زاره قبل از سربی بود، یعنی گفت حسن علی زاره، حسین علی زاره، فلان زاره، دیگه ما خوابمون میبرد تا برسیم به سربی بگیم حاضر. بعد پس مدرسه وحید را ندیدید، وحشتناک بود. آقا این حرفا رو نزن، دوباره شما اومدی از شاه و رضا شاه خوبی نگیا. بگو ببینیم اکبری مدرسه وحید چی بوده. والا ما 40-50 تا وقت روی نیمکتایی که مثلا 2 نفر باید بشینن 3 تا بعض وقتا 4 تا به زور اینجوری انگار تو در اتوبوس بماند. روزگار خوبی بود. آقا این آقای اومد گفت که به پسرش گفت این آقای جعفریه؟ گفت بله. فیلم شروع شد، این صداها دیدید که حالا اینا صدا در میارن، چون شما به هر کی مشت میزنی مشت این صدا رو میده، ولی تو فیلم ها میگه پش. تو فیلم های بتمن دیدی میگه پش. بام بوم. اینا ویدیو افکت و آدیو افکت فیلم رو مهیج میکنه. یک صحنه زد و خورد نبود، زد و زد بود، چون همش این آقای بابای زاره داشت این آقای جعفری رو میزد و این آقای جعفری هم کوتاه بود هم اینجوری سر و صورت چهره میپوشون، اونم اینجوری پشت کتشی گرفته بود با مشت و لغت و دینا میبردش چی بیرون شنیدم برده چی دفعه. ما اومدیم دنبالشون بیرون اومد. مدرسه احمدی اتفاقا ساختمونش جدید بود و ما اومدیم بیرون تو سالن رفتیم تا این معلم رو برداشت برد دفتر آقای مصباحی، اونایی که مدرسه احمدی بودن دوره‌ای که آقای دو تا مصباحی، یک مدیر بود یک ناظم بود، بعد مصباحی ناظم بد اخلاق که بهش میگفتن مصباحی نرو یعنی نر، رفت اون مدیرمون آقای شاپور مهدیار اومد شد به اصطلاح چی؟ اومد شد معاون یا ناظم مدرسه که بچه ها هوش کردن و این در رفت از مدرسه، ولی رفت مثل که فردا یادش داده بودن که خب تو اگه بخوای در بری که نمیتونی بچه ها رو کنترل کنی. برگشت و اتفاقا ناظم خوبی بود، ضمن این که هم جذبه داشت به اصطلاح هم ازش میترسیدیم هم با بچه ها دوست بود، چون ورزشکارم بود و اینها خیلی فکر کنم کشتیگیر بود. در هر صورت
میگه که with Tillerson gone it's truly Trump war now. میگه حالا که تیلرسون رفته دیگه شده فقط دنیا دنیای ترامپ. دوستان ترامپ احمق این بازرس مخصوص او راستی آقای شادان یا خانم شادان شیرین سخن، این احمق یعنی آدم باهوش، یعنی آدمای باسواد. من چون اهل فوش نیستم و فقط احترام میذارم به آقای ترامپ، به جای بگم عالی جناب میگم ترامپ احمق، چون شما که نه فوش بلدی نمیدونی احمق یعنی چی. خلاصه بازرس مخصوص رسیده دیروز، سپینا میشه احزاریه، احزاریه فرستادن برای سازمان هایی که در رابطه با ترامپ هستن، به نام ترامپ هستن، و گفته که تمام چیزهای مالی ارتباطات با روسیه و اینها رو باید بیارین. و آقای ترامپ نگاه نکنید که اینجا خنده به لبش هست، اگر کسی میتونست توی مغز پوک این رو ببینه میفهمید که الان واقعا اوضاع خیلی خرابه. ولی بترسید از اوضاع خراب، چون اینها وقتی که اوضاع خرابه یه جای دنیا جنگ را میندازن که نظرها معطوف اونجا بشه، اینا فعلا زیرابی در برن. ببینیم اکبری نوشت که مدرسه وحید چجوری بوده، یا اینم گفت و رفت. یه ویدیو دیگه اینجا هست، این رو آقای سهیلی فرستاده و فیلمی هست از سگها. میدونید که من از گربه خیلی خوشم نمیاد، ولی از قدیم از حیونا، خرگوش، سگ، آهو اینا خوشم میاد. بچه که بودم یه دوربین عکاسی دادم به مصطفی دوستمون، ازش یه خرگوش گرفتم، روزی دوزارم روزونم بود، روزی دوزار رو نگه میداشتم میرفتم برای این هویج میخریدم. مادرم هم میگفت خب این پول خودت نمیخوری، زور تا زور گشنه میای میری برای این هویج میخری؟ میگفتم وقتی این میشینه اینجوری هویج میخوره، هی نگاهی من میکنه اون کیف میکنه. واقعا اینم دنیای روزگار غریبی است. بذارید اینو بهتون نشون بدم، یک کمی ببرمتون تو دنیای سگها، که سگها میگن که کلن حیوانات میگن دوستیشون unconditional هست، یعنی شرط و شروط نداره. به شما نمیگه برای من اگه انگشتر بریلیان بخری اینقدر دوستت دارم، اگه انگشتر فلان بخری اینقدر دوستت دارم. بدون و میبینید شما یه طرف نشسته کنار خیابون خودش هوملسه، سگم قشنگ خوابیده بغلش، برای این سگ فرق نمیکنه که این طرف هوملسه یا این سگ خانم باربرا استرایسنده که رفته چند تا سگ رو گویا کلون کرده و سگای دیگه ساخته که نمیدونم. ببینید لذت ببرید. میگیم الان با سر میاد زمین ناقص الخلقه میشه. خب دوستان عزیز ساعت 3:18 است، بریم سراغ خانم شهناز خزائی که ایشون هم یه مسیجی فرستاده، من براتون بخونم. بعضی وقتا میگم وقتی من اینا رو می‌نویسم
دیگه نمیدونم چی نوشته. بله اونو خوندیم. آقای این how many minutes آقای ایران بومی، آقای ایران بومی اذیت نکن، قرار بود از قبل. آهان 1:48 ساری بذارید دوستم ببرمتون آلمان و با آقای ایران بومی، دکتر ایران بومی گفت و شنودی داشته باشیم. We will see till Friday. اونجوری که شما نوشتی، ایشون میگه که آقای اکبری دبیرستان وحید هر کس از هر مدرسه اخراج میشد میدادنش مدرسه وحید که تبعیدگاه بود. آقای سوری من را از آنجا هم اخراج کردن، رفتم کازرون دیپلم گرفتم. نینت نبید، آبت نبید، کازرون رفتنت پد چی بید. در صورت خب هنرستان من بهتون گفتم، من وقتی رفتم اونجا به اصطلاح زده بودم رشته مکانیک، رشته دوم زده بودم برق. بعد این آقای حاجی معلم به من گفت بچه تو که نمرات اقدر خوبه، سنت هم کمه، چرا اومدی هنرستان؟ گفتم مگه هنرستان باید اونایی که بدن بیاد؟ دیگه هیچی نگفت. بعد گفت که ضمناً چرا زدی مکانیک، تو که نمرات خوبه برو برق. گفتیم خب رفتیم برق، ولی من اصلش میخواستم برم مکانیک و هنرستان هم همینجوری بود. اگه یادتون باشه تو ایران شما وقتی سیکل اول امتحان میدادی میگفتن رشته ریاضی و طبیعی و چی آوردی ادبی، بعد هر کدومش میخواستی حالا میرفتی. اونایی که سه تا رشته رو نمیبردن حوصله دیگه دوباره برن امتحان بدن میرفتن هنرستان، اونایی که یه مقداری عقب افتاده بودن اینا میرفتن هنرستان. مثلا این علی ترابی از این عقب افتاده ها بود که همون موقع هم که دیپلم بود این محل حشیش کشیدن و اینا بود که ماجرای تهران حشیش فروختنش اینا با اون آقای حسین و اینا خودش بهتر میدون. حالا شده برای ما مسیحی و شنیدم ایشون هم جزو یکی از اونایی هست، دوست همین شادان، حالا خانم یا آقا، و که به اصطلاح لیستی درست کردن که هر کی سوربی تو لیستش باشه اونا بلاکش میکنن. ببینید اینا میخوان آزادی ببرن ایران، به شما حتی حق نمیده که شما با کی باشی، نه دوست برم ببینم اقلا. خب بله این از این. میخواستیم آها با آقای ایران بومی ببینیم اگه ایشون هستن تماس بگیریم. و شهرام ایران بومی ببینیم ارتباط برقرار میشه یا نه. الان اونجا ساعت 8:30، چون ما یه ساعت رفتیم جلو، آلمان هنوز نرفته جلو، گویا ایرانم سر سال نو میره جلو. آقای ایران بومی صدای منو دارید شما؟ بله بله صدای شما رو بسیار واضحه. بله خیلی ممنون، ببخشید من چون کانفرم نکرده بودیم با هم نمیدونستم واقعا میای یا نه. اتفاقا تو برنامه اولش گفتم که از آقای ایران بومی دعوت کردم ولی نمیدونم. در اصل ممنونم خیلی. شما همیشه ما رو وسط پیاده شدن قطار یا سوار شدن اتوبوس گیر میارید. الانم تو خیابون در حال حرکت هستم. خب حالا یه جایی وایسا استراحت کن، برفی بارون چیزی که نمیاد که نه. اینجا هوای سرد یخ چجوری وایسم؟ البته اینجا بغل کلیسا وایسادم و این کلیسا یک پناهی شاید بده. بگوشم بفهمید در پناه کلیسا. دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم و ایشون بهتون گفتم که برنامه‌هایی می‌ذارن در آلمان و امروز هم من خوندم قبل از اینکه با شما صحبت کنم آقای ایران بومی اون مسئله 22 مارچ و اینکه شما نوشته بودید که تأثیر متقابل فرهنگ ایران و آمریکا از کوروش کبیر تا فرمان مهاجرتی ترامپ. اولا دوستانی که از توی آلمان و فرانکفورت هستن امیدوارم بیان اونجا استفاده کنن، برای اونایی که مثل ما این نعمت نصیبشون نیست تو این ور اقیانوس هستیم یه مقدار لطف کنید در این مورد چی بگید یا هر صحبتی که دارید در رابطه با ایران. شنیدم که باز خانم مرکل برای چهارمین بار مثل اینکه جا و مقام خودش رو گرفت، ضمناً این ماجرای آمریکا شماها رو هم نگران کرده یا نه؟ چون ترامپ دیگه الان هیچ کاری نیست، واقعا خودش تنها هر تصمیمی بگیره، یعنی هر کسی هم یه چیزی بهش میگه میکنه بیرون. من ساکت میشم، شما با دوستان بیننده و شنونده چند دقیقه‌ای صحبت کنید. خیلی ممنون، بفرمایید. با توجه به سرمایه‌ای که الان در اینجا در خیابون هستش، اگه اجازه بدید من کوتاه فقط به چند نکته کوتاه که شما فرموده بودیم برسم. یک این سخنرانی که هستش توی یک برنامه در رابطه با
تغییرات و تحولات جهانی هستش و در این قسمت بنده به دستور دادن به من این عمل رو دادن که در رابطه با تأثیر فرهنگ ایران از گذشته تا کنون بررسی کنیم و مخصوصا با توجه به تغییراتی که جدیداً در سیاست مدیریت کشور آمریکا به وجود اومده یک مقداری علاوه حقوقی تکرار میکنم مزاد سیاسی و اجتماعی کمتر بشه علاوه حقوقی بررسی باید میکردم و این تحقیقات در حدود 110 صفحه شده که در اون روز که شما فرمودین قراره در اون مجمع معرفی بشه. از این لحاظ زیاد من نمیتونم امروز محتوا رو برای دوستان شاید درست نباشه معرفی کنم، بلکه بعد از برگزاری این سمینار حتما اگه اجازه بدن مدیران برنامه این کارو خواهم کردش. در رابطه با برنامه فرموده بودین خانم مرکل که ایشون به عنوان مادر کشور آلمان اسمشون رو میارن و ایشون به عنوان تنها زن هستن که با قدرت کامل تونستن دوباره این احزابو به هم دیگه نزدیک بیارن و الان ما یک ائتلاف از شکست خورده ها در مدیریت کشور داریم، یعنی بازنده ها الان دارن کشور رو مدیریت میکنن و نه برنده ها. چرا؟ چون حزب که الان خانم مرکل هست، حزب مسیحی و حزب سوسیالیست ها، اینها احزابی بودن که به شدت باخته بودن و الان اینها که بسیار باخته بودن ولی باز هم رأیشون مقدار بیشتر از اونهایی هستش که برده بودن هستش. در حال حاضر همین امروز چند ساعت پیش وزیر کشور آلمان که از جنوب از بایرن ایشون یک جمله اول کار که شروع کردن با اسلام شروع کردن و هنوز هیچ عمل حقوقی در بمان وزیر انجام ندادن، اولین جمله که ایشون بعد از زبون آوردن بعد از روزنامه‌ها قابل خوندن ایشون فرمودن که اسلام متعلق به آلمان نیست و این بحث شدید حالا به چه علتی با این جمله خاصش کارش شروع کنه اون دیگه شاید حدس بشه دادش که چه ستیزجویی الان سیاست دنبالش هستش و میخوان اسلامو به طور حالا واهی دشمن جامعه اروپایی نشون بدن در حالی که یک تعداد افراد خیلی کمی هستن که به اسم اسلام میان کارهای خلاف میکنن که خودشون هم در جامعه اسلامی معمولا هیچ پایی ندارن، جایی ندارن. ولی به علتی که این آقای وزیر امروز این بحث رو انداختش ما منتظر هستیم که اتفاقای خیلی شدیدتری در جامعه آلمان بیفته. اگه سوالی داریم بفرمایید. ممنونم. اگه لطف کنید اون دوستانی که مسئول این برنامه 22 هستن، مخصوصا چون ما تو آمریکا هستیم، خیلی دوست داریم که بعد از برنامه شما ویدیویی اگه هست داشته باشیم تا ببینیم که نظرات چیه. ضمناً درباره آلمان که گفتید من یادمه بعد از اون ماجرای فروپاشی دیوار و شرق و غرب به اصطلاح یکی شدن، اون شعارهای آوسلندر راوس و اینها رو به اصطلاح خیلی میدیدیم و یه نفرت عجیبی بود. معمولا اینا هم از طرف کسایی هست که کم سوادن و دنیا رو خبر ندارن. الان شرایط چجوریه برای این مسلمان ها؟ دیدم یکی دوتا از کیسای شما رفتید دفاع کردین و اینها، یعنی این واقعا این چون تو آمریکا میگه 60% اعتراض به افراد ماینوریتی نه فقط مسلمان، از چینی گرفته از مکزیکی گرفته و اینها زیادتر شده، اونجا چجوریه؟ بله بفهم. من یه مثال از فلسفه حقوق بیارم. مثلا میگن که اگه شما به عنوان یک انسان پشتتون کوهه و جلوتون سیل اومده، از کوه هم داره سنگ میریزه، شما چه تصمیم میگیرید در موقعیتی که پشتتون کوه داره سنگ و جلوتون رودخونه داره سیل میاد؟ شما چه تصمیمی به عنوان یک فرد میخواین بگیرید؟ در اینجا بحثای فلسفی خیلی زیاده و مخصوصا بحثای این که اگه یک نفری بیادش، یک شخصی که از موقعیتی که شما درش هستید و نارضایتیه و ناراحتیه و ترسه و نیازه و نمیدونین چه اتفاقی میفته، اون شخص بیاد و به شما بگه که من برات زندگی خوبیو میتونم بیارم، همون گفتن این حرف به این شخص میتونه یک آرامشی بده. دو، هرچی شما به فکر انسان وارد بکنین، انسان نمیتونه مسائل رو سخت و قبول کنه. سه، هرچی که ما سختی داره ما بیشتر بشه و پیچیدگی بیشتر بشه، خیلی از انسانها، انسانهای عادی، بیشتر میخوان به طرف راه‌حل‌های ساده برن. برای همین نتیجه گیری از 1 و 2 و 3 این خواهد بودش که وقتی که مسائل اقتصادی اجتماعی
پیچیده تر میشه، فرهنگ های متفاوت کنار هم دیگه میاد و خود فرهنگ انسان زیر سوال میره، درآمدها کم میشه، بچه ها توی مدارسی میرن که کمتر خودشون از نژاد خودشون از ساختار خودشون هستن، افرادی که دست کنزرواتیو دست راستی هستن قدرت بیشتری میتونن پیدا کنن، چون مردم دنبال ساده کردن مشکلات هستن و با ساده کردن مشکل حتی اگه واهی هم باشه راحت‌تر زندگی میکنن تا بخوان یک ماجرایی پیچیده رو درک بکنن. بفرمایید. خیلی ممنون. یعنی حقیقتا این محافظه‌کاران یا هم کانسرواتیو اینا فقط با قول‌هایی که میدن مردم رو اینجوری جلب میکنن، حالا حقیقتا این قول‌ها اجرا هم نمیشه و همونجوری که الان تو آمریکا این مشکل هست که آقای ترامپ آمد از نارضایتی اینها، حالا به قول معروف چه مثال خوبی شما زدی، از کوه داره سنگ میریزه، از پایینم سیل هست، به اینا گفت که من براتون یه جای آرامش میسازم و فلان اینا. بس که قطار شما رسید ما منتظر میشیم. میشه شما توی سرما و برف و یخبند. فقط در انتها فقط میگم که موقعیت انسانها رو تغییر میده و هر جامعه‌ای از لحاظ ساختار به طور طبیعی هیچ وقت اون جامعه نمیمونه که 100 سال پیش بوده. اگه با امروز تو این سخنرانی که برای هفته دیگه هست در رابطه با فرهنگ ایران و آمریکا بررسی میشه، شما میتونین به عنوان کسی که در نزدیک واشنگتن زندگی میکنین به راحتی به موزه قانون اساسی آمریکا برین و اونجا میبینین که چجوری خود آمریکایی ها اومدن و فرهنگ ایرانی رو بهش ارزش گذاشتن و کوروش نامه رو به عنوان یکی از پایه‌های قانون اساسی آمریکا قبول دارن. نمیدونم خود شما رفتین یا نرفتین اینو ببینید. نه، وقتی آمد اینجا من نرفتم و درباره اینم با شما بحث دارم، یه وقتی که فرصت داشته باشین میشینیم با هم صحبت میکنیم، چون این چیزایی رو که میگن که اون فور فادرز نمیدونم از ایران و از کوروش و از تورات استفاده کردن، من یه مقداری تحقیق میکنم و بیشتر در این مورد با هم صحبت میکنیم. ولی چیز قشنگی که شما اینجا نوشتید، این شعر رو احتمالا خودتونم گفتید، در دادگاه داد به کسی داد ندادند، این که تبلیغ بدیه برای شما وکیلا نیست؟ این واقعیتی که ما صبح تا شب به هر حال ما میگیم دادگاه، دادگاه جایی که شما میرین و میخواین حق رو بگیرین و در اونجا باید حق اجرا بشه، حالا به هر علتی هست، یکی حق میطلبه یکی حق رو میجنگه و ما خودمونو به عنوان وکیل اختف میگیم، یعنی سرباز عدالتیم. ما دوباره حق نباید باشیم بلکه به دنبال عدالت. انشالله فرق حق و عدالت رو در موقع مناسب بتونیم با دوستان شما بیان کنیم که چه فرقی هست بین قانون حق و عدالت. ممنونم آقا، از سرما برو به خونه برس و به کارت برس. خیلی ممنون که با ما بودید، به امید دیدارتون. حالا نمیدونم شما قهر کردی آمریکا نمیای، ولی شاید ما اومدیم اونجا شما رو دیدیم. انشالله بین سیل و ریزش کوه تصمیم گرفتیم، اون موقع میبینیم که آمریکا چه جوری برای گرفتن افرادی مثل ما ایرانی ها کشور مناسبی خواهد بود یا نه. حالا در امسال معلوم میشه. خیلی ممنون. ضمن من نوروز رو هم بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری در انتظارتون باشه. قربان شما، پیروزی برای شما و خانواده گرامیتون دارم. شب روز شما به امید دیدارتون. مرسی دوستان عزیز. با دکتر شهرام ایران بومی بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون دادم، یکی از کسایی هست که از فیسبوک استفاده صحیح میکنه، اون آگهی هاش و اینها رو به موقع عوض میکنه میذاره و اگه یه ایرادی ازش بگیری نمیگی که آقا من وقت ندارم، پاسخگو هست و اینجا نوشته که در دادگاه داد به کسی داد ندادن، بنیاد کسی نیست که بر باد ندادن، بیچاره کسی بود که میخواست زند داد، بیدادگران فرصت فریاد ندادن. خیلی ممنون و متشکرم. و شما هم اگر مطلبی دارید، تاپیکی، موضوعی که دوست دارید راجع بهش صحبت کنید، میتونید هم با من در میون بذارید، هم میتونید بگید من میخوام بیام چند دقیقه در این مورد صحبت کنم. خوشحال میشیم که مهمان داشته باشیم و شما هم صحبت کنید. یه ویدیویی رو من از آقای مرداد خانساری دیدم و
یه مقاله‌ای روی وبسایت روی فیسبوکشون حتما برید، خیلی جالب بود صحبتایی که میکنن و این شرایط بحرانی دنیا و مخصوصا آدمایی یا یه طرف احمق یه طرف اونایی که به اصطلاح دنبال جنگ و خونریزی هستن، یه طرف احمقا یه طرف شالاتانا، دنیا رو در دست گرفتن، قدرت‌ها رو در دست گرفتن و وضعیت خطرناکی است. البته همیشه همین جوری بوده، چیزی که از این روزا چون خبرها بیشتر و بیشتر پخش میشه، چون سنمونم به یه جای رسیده که بیشتر نگران هستیم، خودمون کمک میکنیم نگرانی خودمون رو بیشتر میکنیم به وسیله این خبرها رو گوش دادن و کمتر سراغ موسیقی، راه، تفریح و اینها میریم. ببینیم که فرخ باز یه پیغامی گذاشته ساعت 3:13، ببینیم چی میگه لابد در رابطه با اون شعر و اینهاست. الو سلام سوربی جان، اول از زنگ زدم این ویدیو که فرستادم تو یوتیوب، من تو فیسبوک هم گذاشتم، اشکالی نداشت، نمیدونم پخش کردنش اشکالی داره، ولی قصد از زنگ زدم این بود که این خاطرات مدرسه اینا رو گفتی. من یه زمانی تو مدرسه توی رضایه درس میخوندم، یه معلمی داشتیم که فکر کنم کرد بود، بعد بچه ها شروع میکردن میرفت دنبال کوچکترین، اونا اونو میزد، بعد یه دفعه این کارو کرد، من گفتم آقا ولش کن چرا میزنی، بعد اومد به طرف من چون بزرگ بودم دستان بلند بود جلوش گرفتم دستاش به من نمیرسید، بعد به در حال من اومدم بیرون، بعد پشت در دیدم مدیر ناظم وایستاده، گفتم آقا این چه اینجوری میکنه، اونم خندیدن و بالاخره رفتیم بیرون. همین اینم یه که میگفت قاب بیکار پسره رو میزن. فرمان خدا، خدا نگهدارت. چون من به دیگر دوستان میگم اگه به شما نگم دوستان میگن تبعیض قائل میشه. فرخ عزیز هر وقت زنگ میزنی نه فقط به اینجا به هر جای دیگه، صدای اون چیزی که داری گوش میدی، موزیک رادیو اینا رو ببندی خیلی بهتره. احتمالا خودت الان پیامت که پخش میشد میدونی که توجه مقصد تو، چون خواننده هستی و چون موزیک و اینها رو خیلی خوب میدونی و تو چندها کسی بودی که من گفتی ایرانگری که پخش میکنی، فکر کنم از یه بلنگو پخش میکنی با یه میکروفون به اصطلاح دریافت میکنی و اینها. آره وقتی زنگ میزنیم به یه جا صدا رو ببندید. باور کنید من با ماشین دارم میرم رانندگی میکنم، البته اون بلوتوت الان حسنش اینه شما اگه زنگ میزنی با بلوتوت صحبت میکنی خودش رادیو رو قطع میکنه، ولی من حتی موقعی که داره زنگ میزنه صدای رادیو کم میکنم، چون خب میگم حداقل صدای رادیو کم باشه بهتر میشنوم اون چی میگه. میدونید دیگه تو واشنگتن ما نمیتونیم تلفن دستمون باشه و باید تلفن رو با گوشی زنگ بزنیم یا هندز فری با به اصطلاح چیه اون ماجرای بلوتوث. دوستانی که تلفن‌های جدید دارن، میدونم که این تلفن‌های جدید اومده برای میکروفون اینا، بعضیا بهش ایرپاد بادم میگن یا پادم میگن، اینجوری کرده درست مثل چارجر. حالا ما قدیما میتونستیم تلفنمون توی چارج باشه، گوشی هم تو گوشمون باشه، چون گوشی ها راوند بود، گرد بود، ولی حالا چیکار کنیم؟ با دو تا یه چی بخریم تقسیم، اینجا هر روز یه چیز جدیدی. یا اگه راه حلی هست، بهترین راه حلی که من پیدا کردم برای این اینه که وقتی دارم چارجش میکنم تو ماشین از بلوتوت استفاده کنم. بلوتوت نه که اسمش دندون آبیه، یک نفر یه چیز درست کرده که به اصطلاح وایرلس شما میتونی با دستگاه های دیگه ارتباط برقرار کنی و معمولا وقتی هم اسمای اینجوری درست میکنن سعی میکنن اون اسپلش با اون اصلی فرق کنه و الا ایراد میگیره اون به اصطلاح دستگاه که به اینا چیز میده، انحصار این کلمه رو میده یا استفاده این کلمه رو میده. ممنون و متشکرم از فرخ. دلیلی که اولا یوتیوب، من میتونم لینک شما رو از یوتیوب بذارم تو فیسبوک، این مشکل نیست، و مال خودتون چون هست، اون مال فرخه، اینم مال فرخه، اونم یه اشکال نمیگیرن، ولی من اگر ویدیوی شما رو بذارم، مگر اینکه شما انتخاب کرده باشی که هر کسی میتونه این ویدیو رو بذاره، که معمولا
دوستان یادشون میره این کار انجام بدن، یا اصلا بلد نیستن، یا اصلا اونجا آفر نمیکنه این آپشن رو که آقا میخوای مردم استفاده کنن بدون دردسر. هر روز برای من میاد آقا این آهنگ رو که حتی آهنگ الان اندی می‌نویسن بابا اینا به ما آگهیشون رو دادن پخش کنن، بعد میگه او ببخشید، تا میگه او ببخشید 6 7 ساعت گذشته، بیننده ما تو همین 6 7 ساعت اول هست که برنامه نگاه میکنه، ولی دیگه فردا که گذشت هیچ از او یاد نکن. خب دوستان عزیز بریم سراغ خانم شهناز خزائی. خانم شهناز خزائی من قبلا با هم وقتی چیز می نوشتیم و اینها رد و بدل می کردیم، صحبت می کردیم اینا، ولی دیدم یه مقداری عصبانی هستن و وقتی هم کسی عصبانی باشه شما هرچی باهاش بیشتر صحبت کنی عصبانیش میکنی. ما گفتیم خب این بالاخره دوست ما از بنده خدا، فرزندش هم کشته شده و اینها، ما چرا دوستمون رو عصبانی کنیم؟ بهتره که کمتر صحبت کنیم و هر وقت چیزی میفرستن اینها من نگاه میکنم. حالا یکی از چیزهایی که فرستادن، برمیگردیم به همون اولی که گفتم، ما تنها جامعه هستیم، یا شاید من میدونم که یک دو سه ماه قبل از سال جدید به هم دیگه تبریک میگیم، تا یه ماه بعدم هی باز به هم تبریک میگیم. ایشون میگه که با عرض سلام، اگه میشه این پیامو بذارید تو گروهتون، اگه کسی رو... این که مال قبل بوده، نه یه چیز جدید، اون اتفاقا گفتیم بابا غلط و اشتباه و اینا، اینو دارم میگم. آخر سال 1396 احتمال زیاد، چون اینا از جای دیگه هم دیدم، ایشون هم کاپی اند پیست. امسال هم گذشت، خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند، خیلی ها سوختند، خیلی ها ساختند، خیلی ها نفس کشیدند، خیلی ها از نفس افتادند، خیلی ها میخندیدند، الان گریه میکنند، خیلی ها گریه میکنند، الان میخندند، خیلی ها اومدن تولد، خیلی ها رفتن مرگ، اونایی که اومدن شاد همیشه نمونند، اما اونایی که رفتن برای همیشه رفتن. شما از کجا میدونی؟ شاید برگردن. بودایی ها مگه نمیگن توی زندگی دیگه برمیگردی؟ زندگی خیلی سخته، اما گاهی به سختیش میارزه. مهم نیست که دنیا خیلی نامرده، مهم اینه که ما مرد باشیم. همین اصلا اینا رو وقتی مردا مینویسن توهین به زناست. زندگی خیلی نامرده، یعنی زندگی زنه و زنا هم بدجنسن و چرا این کار میکنه نمیدونم. مهم اینه که ما مرد باشیم، ما مردا که دنیا رو گند زدیم. بارها بهتون گفتم تنها دلیلی که این آمریکایی‌ها میگن خدا مرده، ما میگیم او، میگیم نه زن نه مرده، برای خودمون یه معمایی درست کردیم، حالا سر زن و مرد و خدا هم باید بریم معاینش کنیم. اینا میگن خدا مرده. جورج کارلین جوابشو داد، گفت دلیلش اینه که امکان نداره هیچ زنی اینقدر احمقانه این همه کار رو به هم بریزه و دنیا رو اینجوری به هم بریزه. پس دفنیتلی حتما خدا مرد. و اما مهم اینه که ما مرد باشیم، بیاین قدر همو بدونیم، نذاریم از هم دور بمونیم. پروانه به خرس گفت دوستت دارم، خرس گفت الان میخوام بخوابم، باشه بیدارشم حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است. همدیگر را دوست داشته باشیم، شاد فردایی نباشد. آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارند و مرده ها به فاتحه، ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم، به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون، ولی راحت فاتحه زنده ها را میخونیم. گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست. بیاییم ساده ترین چیز رو از هم دریغ نکنیم، محبت. اینو برای دوستان خوبتون بفرستید، حتی اگر من هم جز اونها هستم برای منم بفرستید. دوست عزیز، هر روز روزی 100 تا از این نصیحت های عمومی به اون میرسه، ولی من میخوام ازتون سوال کنم، الان که آخر سال ایرانی هست، واقعا برگردید از خودتون سوال کنید، آیا یه ایمیل، یه تلفن، یه پیام، یه چی میگن اون پیامک، یه MSM میگن، چی میگن SM یا MSM، رسید بهتون که این روتون اثر گذاشته باشه و شما تغییر کرده باشید، عوض شده باشید، یا 2 دقیقه ناراحت میشین باز همون آدم هست؟ من متاسفانه نمیتونم بگم یه چیزی رسید رو من اثر گذاشت. بله اون روزی که مثلا این خانم نقل این گفت که شما اولین ایرانی هستی که من حمایت که میکنم در عوض تشکر میکنی یه چیز میفرسی، تأثیر گذاشته، میگم این کار رو برای دیگرانم انجام بده. ببینید همچین کاری انجام دادید ندادید و الی آخر. خب ببینیم که
متاسفانه بعد از ویلی برانت وضعیت سوسیال دموکرات ها خوب نیست و در اداره کشور عاجز هستند. سوسیال مسیحی ها وضعشان خیلی بهتره. حالا مگه این آلمان خودش جزء یکی از کشورهای سکولاریسم یا اینکه جدایی دین از مذهب و اینا نیست؟ پس چرا اصلا یه حزبی داریم که اینا سوسیالای مسیحی هستن؟ این یاد شاه میافتم که به این مجاهدا گفته بود اینا چی مسلمانای سوسیالیست هستن، یه چیزی اینجوری. خب شهناز خزائی رو خوندیم و حمید شاهینفر هم بهتون نشون دادم. دوستان این کارا کار زشتیه، کاپی پیست برای دیگران بفرستیم کار زشتیه. یه چیزی از خودتون پایینش بنویسید که من اینو خوندم رو من تأثیر گذاشت، امیدوارم روی شما هم تأثیر بذاره. من چون نمیفرسه، چون تأثیر نمیذاره، برای دیگرانم نمیفرسه. و اما تماشا کنید و بخوانید. بریم این صفحه آقای مهرداد خونساری رو به شما نشون بدم. از ایشون هم دعوت میکنم یه روزی بیان و به اصطلاح با هم صحبت کنیم. اگه شما هم مایل هستین برنامه‌ای رو حمایت کنین، ممکنه با حمایت شما با به این دوستان یک کمی فشار بیشتری بیاریم، بگیم بابا دوستان حمایت کردن، شما هم با وقت خودتون بیاین حمایت کنین. میگه که will Trump dismantle the Iran nuclear deal؟ میگه آیا ترامپ این قرارداد برجام ایران رو به اصطلاح از بین میبره؟ و یک مصاحبه هست که مارچ 13 یعنی سه روز پیش ایشون انجام داده. من اینو شنیدم، بذارید اصلا اینجا بهتون عکسشم نشون بدم. بعضی وقتا شما میتونید اینا با تایپ کردن این موضوع اونو پیدا کنید. این نوشته نیوز میکر 3 اینجا، بله میبینید این نوشته رو شما تایپ کنید توی باکس یوتیوب یا توی آدرس باکس چیز. آها دوستمون میگه مارکسیست های اسلامی، خیلی ممنون. به مجاهدان میگفته مارکسیست های اسلامی، من گفتم سوسیالیست، ببخشید. در هر صورت will Trump dismantle the Iran nuclear deal؟ این برنامه از نیوز میکر هم هست، the news maker. بذارید من حتی این پایینم بهتون نشون بدم. وقتی یه چیزی رو یه جایی به اصطلاح لینکش و اینا رو ندارید، با یه کمی از نوشته ها شما تایپ کنید میتونید پیدا کنید. ببینید اینجا الان من اگر روی این لینک نیوز میکر کلیک کنم، ویدیوهای دیگه اینها رو هم میتونم ببینم. این هم از آقای مهرداد خانساری. و آقای مهرداد خانساری یه مدتی فعال بودن حسابی، ولی الان میبینم که نوشته هاشون و اینها یه مقداری اصلاح طلبانه است و اون حالت تندروی و یا به اصطلاح کانسرواتیو و اینا رو نداره. اون دستراسی هایی که میخواستیم بیریم و حکومت رو بریزیم و یه جوری دیگه خودمون هم نمیدونیم چی، اونجوری نیست، با منطق صحبت میکنه. نمیخوام بگم حالا همه اصلاح طلب ها منطق هم. یا اونایی که طرفدار فروپاشی حکومت هستن بی منطق هم. ولی بیمنطقی همین که تا میپرسی حالا بعدش چی، میگه حالا فعلا بریم. مثل این که شما به یک نفر وایساده، بله تو بارون وایساده، بهش میگی سوار شو، بعد میگه خب کجا میخوای بریم، میگه حالا بیا سوار شو، شاید بخوای تو ببریش دورتر، شاید بخوای ببریش سر به نیستش کنی، خب پس باید بدونه کجا میخواد بره. یا این که شما بگی من وای میسم، شما بی بشین تو ماشین فعلا بارون نخوری، اینجوری یه چیزی. خب دوستان عزیز ساعت 3:47 دقیقه است به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک. و ما خوب شد امروز یک کمی این چیزها رو خلوت کردیم. صفحه آقای مهرداد خونساری رو نشون دادیم. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد با 170مین برنامه هستیم و خواهیم بود. دانش آموزان امروز نشونتون دادیم، کمک کتک زدن و اینها. بعد باز برگشتیم به سراغ آقای ناصر پولی. این ایمیل قدیمیه ولی میخوام بهتون بگم حماقت اینها قدیمی نمیشه، مگر اینکه یه روزی بفهمن نادان بودن، بیان بگن ملت ما از شما عذر میخوام نادان بودیم. همین که مثلا ایشون به من میگه شما با طرفداری از یک عراقی تروریست سپورتر خود را نشان دادید، والا من نمیفهمم، من اصلا این طرف رو نمیشناسم. بعد طرفی که بقالی داره بقالی میکنه تروریسته؟ و شما که میری ترور و وحشت ایجاد میکنی سر کار اون، تروریست نیستی؟
شما به آزادی عقاید باور داری؟ توی آلمان کتاب من چی بود؟ نبرد من به آلمانی، حالا هرچی، نبرد من رو چاپ کردن. یعنی حتی طرفدارای هیتلر الان اونجا به اصطلاح نظر میدن، رأی میدن، حرف میزنن. اون وقت شما رفتی تو کانادا یقه یه عراقی رو گرفتی، بعدم تازه به دیگران میگید که نگو آقا این کارت اشتباهه، برو انجام بده. یه نفر سرشو داشت میزد به سنگ، یکی رسید گفت آقا سرتو نزن به سنگ، مغزت خراب میشه. گفت مغز چیه؟ گفت بی خیال بزن. حالا شما آقای ناصر پولی بزن تا گیجتر از این بشی. گیج که هستی الحمدلله. خب آقای خسرو بهرامی، من قبلا هم ازت خواهش کردم، تو رو خدا خبرهایی که مطمئن نیستی 100% برای من نفرست، چون من حقیقتش میگم شما زحمت کشیدی پخش میکنم، بعد دوستان حمله میکنن. مثلا شما راجع به این که نماینده ایران یا سفیر ایران کشته شده، دوستان نوشتن آقا اصلا همچین چیزی نیست، اون مزارب به اصطلاح کشته شده، و خبرش رو حتی سعید برای من فرستاد، لینکش هم اگه بتونم بهتون نشون میدم. و اما اینم از این. آها، نوشته که ترامپ تیلرسون رو اخراج کرد و الان واقعا وضع کابینه این و وضع وایت هاوس و اینها خیلی خرابه. تنها کاری که این میکنه این را میفته میره پنسیلوانیا. یه مشت فقیر من می رفتم اونجا، شما تو راه که میری همش میبینی تابلوهای این دم مرغداری، دم نمیدونم جاهای ورشکسته، نوشته بود بزرگ ترامپ و اینا میان اونجا تشویق. درست گفت این آقای ایران بومی، گفت از این ور کوه داره سنگ میریزه، از اون ور اونجا سیل میاد، این وسط وایساده میگه من به شما یه خونه میدم که بیای فعلا زیرش. و اینها مردم میگن آفرین، ولی بعد نگاه میکنن میبینن دروغ دروغ دروغ. و حالا با صبر کرد ببینیم این آقای پامپئو که رئیس CIA بوده حالا شده وزیر امور خارجه این چه کار میکنه. ضمناً صحبت از این هست که به زودی آقای کلی رو هم بیرون میکنه، جان کلی یا همین جنرالی که پسرش هم تو جنگ کشته شده. خب اون روز براتون گفتم که خانم مینا خانم نوشتون منظورم تبلیغات برای مکنولان بود، همان اول برنامه برای من جفنگ بود، ضرب المثل را میشناسم، برای همین هم تکرارش کردم. ایشون گفته بود که یه جورایی مثلا من چون کم آوردم لابد به اصطلاح از مکدونالد و اون تابلویی که اینجوری بوده و اینا. نه، این یه چیزی بود که اینجا تو رادیو، من بیشتر تو رادیو وقتی دارم میرم این برون ور گوش میدم خبرها رو، که متاسفانه بدم هست به جایی که بشینیم موزیک گوش بدیم و دو کلمه شعر یاد بگیریم همش هی خبر، بعضی وقتا هر 45 دقیقه هم یه بار تکرار میکنه، ولی ما دلمون نمیاد اونو ول کنیم. درباره خبرها دو سه تا خبر بعد از اون هلیکوپتر توریستی که توی نیویورک افتاد و فقط خلبانش زنده موند و 5 نفر کشته شدن، یک جنگنده دیگه آمریکایی یا یه هلیکوپتر دیگه آمریکایی افتاده. دیروز یه پل عابر پیاده که مثل اون پل طبیعت که تو ایران عکسش هست ساخته بودن توی فلوریدا که وسطش هم میز و اینا بوده مردم برن اون بالا و اینها، این پل سقوط کرده و خیلی به اصطلاح میگن قبلا هم یک همچین چیزی بوده یه جای دیگه و دارن دنبالش رو میگیرن. و گفتم احتمالاً اگه ایران بود میگفتیم سیمانش رو دزدیدن اینا، ولی میگه که این سیمایی که اینجا بهش میگن سسپن، اینایی که آویزون هست، سیمایی که پولایی که آویزون هست با یه سیم و کیبل و اینها، بعضی وقتا این کیبل ها رو تنظیم میکنن، میگه این داشتن تنظیم میکردن پاره شده. و حالا ببینیم که چی میشه. مقاله جنبش سکولار دموکراسی ایران بنوشته امیر حسین لادن را در اول امسال نوشتن و در 104 سطر 4 یا 5 صفحه را خواندم، مطالب دقیقی نوشتن. در شروع قید کردن شورش انقلاب، شورش رویداد، پرسش میکنن یا نظر مردم. در سطر 98 قید کردن نه، راستین بودن انقلاب را نفی میکنن، پس باور دارن انقلاب بود. 4 مطالب اگر ساده تر نوشتن، که اینو که گفتم اون آقای لادن هم گفت که من همیشه سعی کردم ساده بنویسم. و اما دوستان، روز جمعه است، من میخوام حسن ختام برنامه ما این باشه که بهتون
دو تا انسان نشون بدم. گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. اینا رو ببینید، خودش توضیح میده. روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، که بعد سه شنبه هم عید میشه، یعنی یک برنامه و آخر امسال باقی مونده. سعی کنید، لطف کنید، حمایت کنید و با هم بریم به این ویدیوی زیبا که امیدوارم این زوج سالم به زودی خونه‌شون هم با به اصطلاح شادی بچه‌هاشون پر بشه، همین جوری که این سالمندان رو شاد کردن. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و اینکه سال خوبی در انتظارتون باشه. در سرایی که کمتر رنگ و روی شادی به خود می‌گیرد، آوای شادمانی پیچید. خیلی خوش آمده ماشاءالله. در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یک زوج جوان کرمانی قبل از حضور در مراسم عروسی شادیشون رو با سالمندانی که در سرایی دور از خانه می سر می برن تقسیم کردن. ایشالا مبارکه، ایشالا به سلامتی، خوش قدم، خوش روزی. نوماد عروس خوشوقت بشم. عشق ورزیدن و محبت به سالمندان از بارزترین مؤلفه های اخلاق انسانیه که این زوج جوان چه نیکو این رسم رو به جا آوردن. ما میخواستیم که شادیمون رو تو این روز با سالمندان عزیز تقسیمش کنیم. خواستم با این کارم، با بازدید از این عزیزا و اومدن پیششون، بتونم یه هدیه کوچیک بهشون بدم که یه شادی کوچیکی شاید توی دلشون ایجاد بشه و واقعا خیلی دوست دارم که این عزیزان همیشه لبشون خندون باشه و هیچ وقت این عزیزان از یاد نبریم. ای کاش همیشه به فکر سالخوردگان دور افتاده از نشاط و گرمای کانون خانوادگی باشیم. و هدیه سالمندان به این عروس و داماد دعاییه که از عمق جانشون برمیاد. ایشالله زوجای جمعون خوشبخت بشن، راه حضرت فاطمه برن، حضرت فاطمه الگو بگیرن. اگر در جستجوی خوشبختی میگردیم، هدیه کردن شادی به دیگران شاید بهترین راه یافتنش باشد.